رفتیم بالا. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما عزیزان و همکاران و همراهان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان. امروز 24 شهریور ماه 1401 مصادف با 15 سپتامبر 2022 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. من ابتدا دستاندرکار نیم فرخان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهدی افشارزاده، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر، ببخشید حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه 1401. سپس آقای مصطفی منیری، بررسی هدف 10 از اهداف 17 گانه سند 2020 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس سرکار خانم زهرا رهایی با موضوع سلمان رشدی و آزادی قلم. بعد از ایشون خانم آیلار اسماعیلی با موضوع هنر فرش بافی و زنان ایرانی. سپس سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی. بخش فرهنگیمون هم معرفی عباس معروفی خودش و آثارش. بحث آزاد رو در نهایت خواهیم داشت با موضوع حق امنیت شغلی در حیطه هنرمندان. منشی جلسه سرکار خانم مرضی مهدیه هستن. ضبط صدا و تدوین رو آقای پویا حسابی و آقای پورمند انجام میدن. ادمین ها خانم مرجان شعبان نژاد و محمد حسام فانی هستن. مسئول اتاق زوم سرکار خانم ساناز تنهایی. مسئول جلسه خودم ستاره دژم. خانم ببخشید آقای افشارزاده، اگر آماده که دارید بریم سراغ اخبار و بشنویم ازتون. مایک بر شما سپاس. سپاسگزارم از شما. سلام و درود خدمت همگی. ممنوعیت نمایش فیلم هایی با موضوعات دگرباشان و اقلیت های جنسی در جشنواره فیلم کوتاه تهران. درباره دگرباشان و اقلیت های جنسی نمیخواهیم، نمیتونیم آسای رو بپذیریم. این صحبت هایی کی بود؟ صحبت آذر پندار. فارغ از این که اون آثار میتونه خیلی خوش ساخت باشه یا خیلی جامع باشه، نمیتونه اونو بپذیرن و هیچ وقت در جشنواره های ایران جایی ندارن. و این مدیر از هیئت انتخاب خواست که در حوزه های کودک کشی با فیلم ها بی نهایت سختگیرانه برخورد کنه. مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایرانه و دبیر 39 جشنواره بین‌المللی فجر فیلم کوتاه و در نشست رسانه‌ای اعلام کرد. اعلام استقلال کامل هیئت انتخاب برای فیلم ها. ولی قبلش اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی ما فیلم هایی با موضوعات دگرباشان رو پخش نمی کنیم و حمایت نمی کنیم. و وقتی که ما به اون زمان بندی هایی که در تقویم برگزاری جشنواره از نگاه کنیم، متوجه میشیم که خیلی تاکید داشتن و خیلی تلاش کردن که در ژانرهای مختلف، یعنی اون تنوع مورد نظر رو داشته باشن، ولی بسیار قاطع برخورد کردن و اگر آثاری خیلی کوتاه، خیلی کم به این موضوعات اشاره میکرد، اون آثار حذف شدن و یه جوری نقض حقوق هنرمندان بوده که
به ویژه این دگراندیشان و منتقدین، حالا مانند بسیاری از گروه های معترض دیگه مثل چه میدونم روشنفکران، نویسندگان، شاعر، روزنامه نگار، دانشجویان، آموزگاران و اینا، همیشه دچار نقض حقوق شدن. کتاب شعر هدا حدادی به دلیل کلمه آبان مجوز نگرفت. این نویسنده شاعر و تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان در اکانت توییتر خودش از ممیزی کتاب تازهش خبر داد و دلیل اون رو چند واژه اعلام کرد، از جمله آبان. خانم حدادی در حساب توییتر خودش نوشته که امروز ناشر خبر داد که کتاب مجموعه اشعارم که حالا برای نوجوانان آماده شده بود به خاطر کلمه آبان حالا و چند کلمه دیگر مجوز ارشاد نگرفته و نخواهد گرفت. باید بدونیم که این کتاب در حالی با ممیزی وزارت ارشاد روبرو شده که او تا کنون 80 کتاب در هر سه حوزه، یعنی هم در تصویرگری، هم در ادبیات داستانی و شعر در ایران، و کلی کتاب چاپ کرده. جالبه بدونیم که در سایر کشورها این کتاب ها چاپ شده. حالا چرا کلمه آبان؟ اعتراضات سراسری سال 98 دیگه همه ما یادمون میاد که از 24 آبان شروع شد و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود و خیلی سریع تمام شهرهای ایران رو دفرا گرفت. نظام جمهوری اسلامی در واکنش چیکار کرد؟ یکی از گسترده ترین کشتارهای خیابانی تاریخ معاصر ایران رو رقم زد. البته آمار مشخصی که وجود نداره، ولی خب برخی از منابع گفتن که متاسفانه تعداد کشته شدگان 1500 نفره و این نقض حقوق، احضار، بازداشت، زندان و شکنجه، یکی از تکنیک‌های قدیمیه. جمهوری اسلام، یک ویرگلیوانی. حرف های صریح فیلمبردار عقاب ها درباره سینما و این روزهایش. در توییتی نوشته بود که گاهی با خودم فکر میکنم که در این همه سال اگر به جای سینما در کار دیگه بودم، الان لااقل به جای رسیده بودم. این باید بدونیم که این کارگردان 59 سال در سینما کار کرده و الان جالبه که بدونیم نه بیمه داره نه بازنشستگی، همینجوری قاتل و باطل مونده. جالبه بدونیم که اینا درد دلهای علی میزانیست، سینماگر 76 ساله که سابقه حضور در فیلمهایی مثل عقاب‌ها، مثل خواستگاری رو در کارنامهش داره و الان متاسفانه به خاطر مشکلات تنفسیش در بیمارستان بستریه. و باید بدونیم که قبل از اینکه اتفاق بیفته در حال برنامه‌ریزی کردن بود که فیلم دنیای دو رو به همراه محمد رضا شریفی نیا بسازه، ولی خب متاسفانه الان درگیر بیماری و امیدواریم حالشون بهتر بشه. در هفته پیش یک خبر بود که بسیار حالا در شبکه‌های اجتماعی سر صدا کرد که اون رو که معاون هنری وزارت ارشاد گفته فقط از هنرمندانی که حامی جمهوری اسلامی هستند ما حمایت می‌کنیم. منابع مالی دولت مختص آثاریه که بتونن جریان هنر اصیل و والای انقلاب اسلامی رو پیش ببرن. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت معاونت هنری نماینده دولت جمهوری اسلامی، نماینده دولت جمهوری اسلامی، نماینده مردم نیست، دولت جمهوری اسلامی، و سیاست های این دولت رو مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزه‌های مختلف هنری اجرا میکنه. محمود سالاری معاون امور هنریه. و بعد جالب بود وقتی سوال کردن شما معاون هنری کدام یک از هنرمندان هستید،
جواب داد که معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. اینکه هنرمندان بگویند نماینده ما هستند اصلا چنین موضوعی صحت نداره، چون الان دقت کنیم برخی از هنرمندان علاقه دارن یارکشی کنن. این فرد گفت من نماینده دولت جمهوری اسلامی هستم و به معاون هنری نیومدم تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کنه و دولت از اون حمایت کنه. هیچ وقت قرار نیست همچین اتفاقی بیفته و ما دیدیم و می‌بینیم که در جمهوری اسلامی در حال حاضر هنرمندانی هستند که خیلی راحت روی موج این حکومت دارن سواری میکنن، دارن میرن و موفقیت میرسن، در حالی که ما میدونیم اگه هنرمند واقعی هنرمندیه که صدای مردم خودش باشه، مثل فریدون فرخزاد، خواننده، بازیگر، مجری، شاعر که فقط به دلیل انتقاد از فقه اسلامی و جمهوری اسلامی که در بیرون از ایران به چه گونه به چه حالت بسیار دردناکی سلاخی شد، چون صدای مردم ایران بود. بله، ما هنرمندهای در داخل ایران داریم که صدای مردم نیستن، یه جور سوپاپ اطمینانن برای سایر کشورها که بگن ایران خیلی حالش خوبه و ما خیلی خوشحالیم. واکنش رضا کیانیان و لیلی رشیدی به ممنوع فعالیتشون. ما میخواییم مسئولا کنار ما باشن، نه در یک جبهه جدا. گروه اجرایی نمایش پدر در آستانه اجرای عمومی این نمایش با انتقاد از ممنوع فعالیت شدن برخی از هنرمندان حمایت خودش رو از اونا اعلام کرد و توضیحات مبسوطی درباره حاشیه‌هایی که برای ترجمه این نمایشنامه ایجاد شده ارائه کرد. رضا کیانیان، لیلی رشیدی، ماروین ونهوم، سعید چنگیزیان به عنوان بازیگران نمایش پدر بودند که حالا کارگردان و طراح هم آروند دشتارایی بود. و بعد بدونیم که درباره نمایشنامه ما سرچ میکنیم هیچ اطلاعاتی درباره این که درباره چه قراره صحبت بکنه یا چجور ترجمه شده اصلا وجود نداره، یه جور بایکوت شده و شاید در آینده خبری ازش بشه. خبر بعد درباره صندوق اعتباری هنره. اینکه خبرگزاری فارس گفته صندوق اعتباری هنر باید تقویت بشه. مجمع عمومی صندوق اعتباری هنر با حضور اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره آن در محل سالن جلسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این مجمع پس از قرائت گزارش صورت‌های مالی در سال 1400، اونم از سمت کی؟ از سوی بازپرس و حسابرس، مواردی مطرح شد که حالا به امضای هیئت رئیسه رسید. در این نشست مشترک حالا از زحمات و خدمات و تلاش‌های مدیرعامل و قبلی و بعدی کلی تقدیر شده و تنها نتیجه‌ای که گرفته شده اینه که صندوق اعتباری باید تقویت بشه. ولی اینکه چگونه باید تقویت بشه، چگونه باید این صندوق از هنرمند حالا در هر حوزه حمایت کنه، هیچ خروجی داده نشده. تنها خروجی این جلسه 3 ساعته یک خط بوده: صندوق اعتباری باید تقویت بشه. و الان اگه حال روز هنر رو الان نگاه کنیم، نویسندگان، نقاشان و سایر و کسایی که مخصوصا در تئاتر کار میکنن، میبینیم که در چه شرایط بقرنج مالی دارن دست و پنجه نرم میکنن و نتیجهش میشه همین جلسات که فقط بازخوردش یک خط. فاجعه مرمت این بار در مدرسه 427 ساله خانچی است. نقش و نگار کاشی های فیروزهی، رواها، گنبدها و شکلهای هندسی زیبایی در بنای تاریخی ایران وجود داره و سال هاست که مردم، حالا چه خودمون چه کسای دیگه، از خارج میان و میبینن و لذت میبرن از معماری ایرانی، چون در این هنر در گوشه و کنار ما وجود داره و الان دیگه به میراث تاریخی پیوسته و وقتی چند دهه ازش میگذره مطمئنا اینا ارزش چند برابر پیدا میکنه. اما در سایر جای دنیا این روزا در ایران
همچین اتفاقی نمیفته و ما وقتی اگه به اخبار و تصاویر این بناها نگاه کنیم متوجه میشیم که چه اتفاق وحشتناکی داره براشون میفته. به تازه که تصاویری از مرمت غیراصولی مدرسه خانشیراز به سایت ایران وایر رسیده که مرمتی که در بخشی از این بنا که حالا اتفاق افتاده و معماریش مشکل داشته، اون عکس‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به معماری اولیه بسیار آسیب زده شده و مشخصه که مثلا یک تیم حرفه‌ای و قوی این کار رو انجام ندادن و این موضوع رو تو ذهن همه به وجود میاره که این حکومت علاقه‌ای به آثار گذشته نداره و تلاش میکنه که به هر طریقی آثار گذشته رو حذف کنه تا بتونه آثار خودش رو به وجود بیاره و بمونه. در گذشته منوچهر اسماعیلی، گوینده و دوبلور نامدار در 83 سالگی. منوچهر اسماعیلی 8 فروردین 1318 در کرمانشاه به دنیا آمد و در 18 سالگی کار دوبله رو با نقش‌های کوچک آغاز کرد. پس از 6 سال به عنوان مدیر دوبلاژ حرفه‌ای جایگاه مهمی رو در این عرصه به دست آورد و با همکاری چندی از همکاراش مثلا دوبله‌های بسیار بزرگ از فیلم‌های بزرگ رو انجام داد، مثل محمد رسول الله، حالا به عنوان رساله می‌شناسیم، که به جای آنتونی کوین صحبت میکرد، و همچنین فیلم سینمایی پاپیون. باید بدونیم که یکی از سخت‌ترین کارها گویندگیه و این مرحوم اسماعیلی همیشه سخت‌ترین نقش‌ها رو انتخاب میکرد برای گویندگی. خسرو صادقی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. خسرو صادقی نویسنده و روزنامه‌نگار یک شنبه 6 شهریور ماه از زندان اوین به مدت 1 هفته به مرخصی اعزام شد. اعزام به مرخصی آقای صادقی به مدت 7 روز صورت گرفته. خسرو صادقی در تاریخ 18 اردیبهشت 98 پس از احضار به شعبه 2 دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بعد بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت بعداً به وثیقه تغییر داده شد. اتهاماتی که بابتش زندانی شده اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و خارجی، 5 سال حبس. اتهام بعدی فعالیت تبلیغی علیه نظام، 1 سال حبس. و بابت اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 2 سال حبس که در مجموع میشه 8 سال تعزیر. عباس معروفی نویسنده و شاعر در آلمان درگذشت. صفحه رسمی خانه هدایت برلین 10 شهریور 1401 از درگذشت عباس معروفی نویسنده و شاعر در آلمان خبر داد. عباس معروفی متولد 1336، خالق آثاری چون سمفونی مردگان و همچنین بنیانگذار 3 جایزه ادبی قلمزرین گردون و قلم زرین زمانه و جایزه ادبی تیرگان. این نویسنده ایرانی در پی ابتلا به بیماری سرطان و مبارزه طولانی با این بیماری جان خود را از دست داد. اداره اطلاعات تبریز تفتیش و احضار رضا جعفری، شاعر و فعال ادبی و ضبط وسایل شخصی. محل سکونت رضا جعفری، شاعر و فعال ادبی ساکن تبریز، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر تفتیش و سپس وی را احضار کرد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه 14 شهریور ماه 1401 در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل شخصی رضا جعفری، شاعر و فعال ادبی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، این فعال جهت بازجویی به ارگان امنیتی احضار شد. ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل رضا جعفری برخی از لوازم شخصیت جمله تلفن همراه، چند جلد کتاب و برخی از دستنوشت‌های این فعال ادبی را توقیف کردند و به همراه خود برد.
ماموران امنیتی به رضا جعفری اعلام کردند که باید در تاریخ 16 شهریور 1401 به اتاق شماره 37 اداره اطلاعات تبریز جهت بازجویی مراجعه کنند. این اخباری که خدمت شما ارائه کردم، ماده 2 عدم تبعیض، هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه‌ای، و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موضوع دیگه‌ای، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه ذکر شده بهره مند بشه. ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار میدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای اون شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. ماده 18، حق آزادی عقیده. هر کس حق داره که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند بشه. این حق متضمن آزادی تغییر عقیده یا تغییر ایمان، ولی شامل تعلیمات مذهبی هم میشه. هر کسی میتونه از این حقوق یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشه. و در آخر ماده 19، حق آزادی بیان. هر کسی حق داره عقیده و بیان خودش رو بگه، و این حق مزبور شامل اینه که از داشتن عقاید خودش ترس و استراب نداشته باشه و در کسب اطلاعات و افکار و در عقص و انتشار اون به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشه. این بود گزارش. خدمت شما صحبتی باشه، من در خدمتون هستم. ممنون جناب افشارزاده، به خاطر اخبار کامل و واضح و متاسفانه مثل هر ماه ناراحت کننده. دوستان، در تکمیل صحبت آقای افشارزاده، اگر مسئله ای رو میخواین اضافه کنید لطفا دست بلند کنید، یا سوالی هست خوشحال میشیم بشنویم ازتون. در غیر این صورت میریم سراغ بله جناب آقای مصطفی منیری. بررسی هدف 11 از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب منیری، مایک بر شما، بفرمایید. مرسی. صدای بنده که اوکی هست. میپردازیم به امروز. میخوایم بپردازیم به هدف اول. از سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز. امروز میخوام بپردازیم به هدف 11 از سند 23 یونسکو. من در ابتدا این هدف رو تمام و کمال براتون میخونم و بعدش انقدر این هدف گسترده هست که فکر کنم فقط به یکی از مواردش بتونم بپردازم. هدف اصلی 11، تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، امن، مقاوم و پایدار. خب این هدف چند تا زیر هدف اصلی داره که 11.1، تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و نوسازی محله های فقیر نشین تا سال 2030. 11.2، یک لحظه عذر میخوام، باید گوشیمو سایلنت کنم. مرسی. ببخشید. 11.2، فراهم آوردن امکان دسترسی به سامانه های نقل و انتقال ایمن، مقرون به صرفه، قابل دسترس و پایدار برای همه. ارتقای ایمنی جاده ها به ویژه از طریق افزایش نقل و انتقال عمومی با توجه ویژه به نیازهای اخشار آسیب پذیر از جمله زنان، دختران، معلولان و سایر افراد تا سال 2030. زیر هدف سوم 11.3، افزایش شهرسازی پایدار و همه شمول و ظرفیت سازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری مشارکتی، جامع و پایدار در همه کشورها تا سال 2030. 11.4،
تحکیم تلاش برای حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان. 11.5 کاهش قابل ملاحظه میزان مرگ و میر و تعداد افراد مبتلا به بیماری و کاهش چشمگیر خسارت‌های اقتصادی مستقیم مرتبط با تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از بروز بلایای طبیعی از جمله بلایای مرتبط با آب، با تأکید بر حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030. زیر هدف ششم، کاهش سرانه آثار منفی پدیده‌های زیست محیطی بر شهرها از جمله از طریق توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله‌ها و مواد زائد شهری و غیره تا سال 2030. زیر هدف اصلی هفتم، فراهم آوردن امکان دسترسی جهانی به فضاهای عمومی و سبز، همه شمول، در دسترس و ایمن، به ویژه برای زنان و کودکان، سالمندان و معلولان تا سال 2030. خب این هدف 11 چند تا زیر هدف فرعی هم داره. زیر اهداف فرعیش 11 الف، حمایت از برقراری پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میان نواحی شهری، حومه و مناطق روستایی در سایه تقویت طرح‌های توسعه ملی و منطقه‌ای. 11ب اجرای طرح‌ها و اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در جهت فراگیر شدن کارایی منابع، کاهش آثار تغییر اقلیم و سازگاری با آن و مقاومت در مقابل بلایای طبیعی و انجام اقدامات جامعه بر اساس چارچوب سندای مبنی بر کاهش خطر بلایای طبیعی برای سالهای 2015 تا 2030 به منظور مدیریت خطر بلایای طبیعی در همه سطوح تا سال 2030 همزمان با افزایش پایدار تعداد شهرها و سکونتگاه‌های انسانی. 11 جیم، حمایت از کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی از طریق بنا کردن ساختمان‌های پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک‌های مالی و فنی به آنها. اگر دقت کرده باشیم این هدف خیلی از شاید حالا حداقل راجع به ایران خیلی از مشکلات رو تحت پوشش قرار میده. من فقط اگر راجع به هدف اول که تضمین دسترسی همه افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه و خدمات پایه و نوسازی بخوام صحبت بکنم، فکر کنم دیگه کامل زمانم تموم میشه. به خاطر همین دیگه حالا عجله‌ای نیست، من فعلا فقط به این زیر هدف میپردازم. امیدوارم در جلسات بعد فرصت بکنم که راجع به زیر اهداف دیگه هم صحبت بکنم. اگه بخوایم راجع به مسکن توی ایران صحبت بکنیم، میتونم به این شکل بگم که خیلی مسکن برای تقریبا نیمی از مردم ایران تبدیل به یه رویا شده، یه رویای غیر قابل تحقق. جمعیت زیر خط فقر مسکن تو ایران تقریبا حالا یک مقدار کمتر از دو برابر نرخ متعارف جهانی. بیشتر از 40% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن هستن. یه با استناد به تعریف جهانی از فقر مسکن، خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را صرف تأمین مسکن میکنن زیر خط فقر مسکن هستن. اتفاقا همین اواخر یک خبر خوندم که نوشته بود که کارگران در حال حاضر، مال چند روز پیش، کارگران ایران نزدیک به 80% از درآمد خودشون رو دارن هزینه مسکن میکنن. دقیقا عبارتش هم این بود که مسکن 80% درآمد کارگران رو میبلند. اما خب حالا این فقر مسکن توی تهران شامل 70% ساکنان شهر میشه. بیش از 2/3 تهرانی ها هزینه اجاره بهاشون بالاتر از کشورهای مختلف جهانه که برای یه زوج توی این شهر 66 سال طول میکشه تا صاحب مسکن بشه. البته اونم اگر دستمزدا متناسب با رشد تورم افزایش پیدا بکنه، که در حال حاضر تورم افسار گسیخته شده و کارگرا و اصلا کلن کارگران و کارمندان به هیچ عنوان حقوقشون نمیتونه برسه به اون تورم. با یه سرعت خیلی وحشتناک این تورم در حال افزایش. راجب صاحب خونه شدن تو
توی ایران تقریبا، البته غیر از تهران، توی شهرهای کوچیک ایران بین 30 تا 33 ساله، بعد از 30 تا 33 سال مردم میتونن خونه دار بشن، در حالی که صاحب خونه شدن توی سایر کشورها برای خانواده حدود 10 تا 12 سال طول میکشه. سال اول دولت رئیسی 4,500,000 مسکن خالی وجود داشت که میتونستن به عنوان سال طلایی به اون سال اطلاق بکنن که ببینیم آیا آقای رئیسی میتونه این مشکل مسکن رو حل کنه یا نه، که متاسفانه ایشون نتونستن و حتی مطالبات سنگین‌تر هم شد. جالب اینجاست که دولت وعده ساخت سالی 1,000,000 مسکن رو داده بود، اما خب اون 1,000,000 مسکن با کدوم منبع مالی قرار بود ساخته بشه؟ همون سال اول ریاست جمهوری آقای رئیسی با کسی بودجه 400,000,000,000 تومانی روبرو بود. خب اول از همه اینکه باید اون کسی بودجه رو برطرف میکرد، بعد مثلا معلوم نبود ساخت این خونه ها چقدر طول میکشه، و همه اینها دست به دست هم داده که متوجه بشه قانون اصلا نتونسته مشکل بازار مسکن رو حل کنه. توی بازار مسکن ایران 4,500,000 خونه خالی و یا خانه دوم وجود داره که مردم قرار بود بتونن ظرف 6 ماه اول سال 1400 از خونه‌هایی که بلا استفاده هستن استفاده کنن. مالیات بر خونه‌های خالی دولت مالیات بر خانه‌های خالی هم حتی توی دولت رئیسی وعده داده شده که به هر حال میتونست بخشی از مشکل مسکن رو حل کنه. اما باز دوباره یک قانون این وسط اومد، اما توی همین قانون مالیات بر خانه‌های خالی یه استثنا وجود داشت، اونم این بود که اگر کسی تو تهران خونه داشته باشه و توی یه شهر دیگه خونه خالی داشته باشه، اون خونه خالی معاف از مالیات. حالا این که به هر حال به نوعی تبعیض بود برای مردم تهران که بمانند، و حالا این در واقع این خونه دوم چی بود؟ خونه دوم در واقع در قالب یه اقامت دوم به عنوان تفرجگاه، انگار ظاهرا فقط مردم تهران حق داشتن تفرجگاه رو داشتن و بقیه مردم نه. اگر قرار قانون باشه باید برای همه باشه. و حالا جالب اینجا بود که همین خونه هایی که با عنوان تفرجگاه بودن، بخش زیادیشون توی مناطق گرون قیمت شهر بودن و خیلی، و این معاف از مالیات شدن این خونه ها متاسفانه یکی از قانون هایی بود که شدیده این تبصره باعث میشه که کلن عملکرد این قانون از بین بره، چون یک مالیات خیلی سنگینی و در واقع یک درآمد خیلی سنگینی و از برای دولت در واقع حذف میکرد. البته خب این باز از اون طرف خب بسیاری از خود مسئولین بودن که این تفرجگاه ها رو داشتن و در واقع به نفع خودشون این قانون رو تصویب کرده بودن برای خودشون در واقع. یه قانون دیگه ای هم تصویب شد به نام قانون جهش تولید مسکن که بر اساس اون قانون همه دستگاه موظف شدن زمینای خودشونو ظرف 2 ماه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن و ظاهرا برای این موضوع هم ضمانت اجرایی هم تعیین شده بود. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته بود که اگر در برخی از استان‌ها همکاری نکردن، 1 ماه سازمان سبز فرصت داره تا زمینا رو به نام وزارت راه شست کنه. و شخصا هم تایید کرد و ایشون تأکید کرده بودن که شخص رئیس جمهور پای این موضوع. بحث واگذاری زمین در حالی مطرح میشه که فساد در نحوه اداره کلان شهرها تو ایران سابقه خیلی طولانی داره. دوستان مطمئنن فراموش نکردن خود آقای محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، پرونده قطور تو این زمینه داره. توی شهریور 95 اسنادی جنجال برانگیز در رابطه با واگذاری املاک نجومی در دوران ریاست آقای قالیباف
در شهرداری تهران و فساد و تخلف و ناکارآمدی در این تو این نهاد منتشر شد. نقش احمدی نژاد رو هم که باز توی مسکن مهر، توی مسکن مهر سرپل ذهاب با وقوع زلزله در با وقوع زلزله‌ای که توی غرب ایران بود کاملا تونستیم ببینیم، چون یک بار دیگه بحث درباره کیفیت پایین و عدم ایمنی مسکن مهر توی رسانه‌های ایران بالا گرفت. به گزارش بعضی از رسانه‌های ایران، ساخت مسکن مهر سرپل ذهاب که در زلزله آخر سرپل ذهاب غرب کشور بخشی از اون تخریب شد، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده بود، شروع شده بود و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تکمیل و افتتاح شده بود. در این هدف تو این که حالا ما دیدیم متاسفانه کیفیت پایین خونه ها باعث تخریبشون شد، یه دوباره یه فلشبک میزنیم به هدفمون که کلا هدف چی میخواست بگه. تو این هدف در واقع داشتن مسکن مناسب با قیمت معقول از جمله وظایف دولته که برای شهرونداش باید این حداقل رو فراهم کنه. داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی. دولت موظفه با رعایت اولویت برای اونا که نیازمندترن، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این هدف رو فراهم کنه. یه اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگه حق هر فرد و خانواده ایرانی رو در خصوص داشتن مسکن مطرح میکنه، که بر اساس این اصل موظفن، دولت ها موظفن به تامین اون. از اونجایی که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب میشه، اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای اون تاکید کرد. بازار مسکن تو کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهمتر از اون افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگرم شده چندان تأثیر مثبتی برای رفع این موزل نداشته. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مسئله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب رو برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویا کرد. و حالا یه نکته دیگه راجع به مسکن اینه که مسکن توی بسیاری از کشورها به عنوان کالا محسوب نمیشه، به عنوان یکی از نیازهای پایه‌ای محسوب میشه، اما توی ایران مسکن به عنوان کالا محسوب میشه که باز این مسئله خودش باعث ایجاد یه سری مشکلات میشه. در واقع بین دولت و ملت توی تمام دنیای قرارداد نوشته و شاید هم حتی توی بعضی از مکانها نوشته وجود داره، این حق داشتن خونه در واقع به عنوان یه حقوق نوشته هست که در ذات و طبیعت حقوق ذاتی ما نهفته و در واقع جز تکلیفیه برای حاکمان و دولت ها. تامین مسکن یعنی با لحاظ شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بستر‌سازی برای ایجاد تعهد یه مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها برای مردم تامین بشه، که متاسفانه دولت به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرد، هرچند توی دولت سابق قدمایی بدون توجه به اعمال نظرات جناحی و سیاسی به صورت عینی توی چارچوب خانه‌های مهر انجام شد، اما ظاهراً علت عدم آسیب شناسی، عدم ارزیابی نیازها و عدم تناسب اجتماعی یا طبقات اجتماعی و اقتصادی نیاز مردم برطرف نشد. توی کلان شهرهای مثل تهران نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و انسداد شهریان حیات به تنفسی شهر و از بین بردن منابع طبیعی، باغات و انفال بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردن، اما ظاهرا مسکنی که نه برای رفع نیاز بلکه به عنوان کالا تلقی شد و وسیله ثروت‌اندوزی بسیاری و فقر عده‌ای دیگه شد
به گونه که تهران وارد مهاجرت معکوس گردید. نکته قابل توجه در جامعه شناسی اینه که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم. این چهار اولویت، کار، مسکن، آموزش و بهداشت، این چهار اولویت که نیازهای حداقلی برای به اونا اطلاق میشه، جزء لازمه زندگی انسان متعارفه. انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی احتیاج داره مورد توجه قرار گرفته و خانه‌ای با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیره. ولی تو کشور ما با وجود اینکه داعیه عدل علوی و آزادی داریم، عملاً آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی حساب میشن برای بخشی از مردم، بخش بزرگی از مردم. و امکانات مربوط به مسکن و آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتاً ثروتمند اختصاص داده شده. هرچند مسکن کالا تلقی نمیشه، اما سیاست حاکم بر این بخش توی کشور اونو تبدیل به کالا کرده و تا زمانی که از این حالت خارج نشه و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشه، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج تو قوانین ما برای ملت میسر نخواهد شد. و ادامه این سیکل با سفت بازی و دلالی که توی تمام بخشا بر مردم فشار آورده، این محرومیت از حق، از حق اساسی رو دوچندان میکنه و نتیجه منفی اونم عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودکشی و اعتراض میشه. من این بررسی این ماه رو به پایان میرسونم. ممنونم بابت فرصتی که به بنده دادید. تشکر. ممنون از شما آقای مانیری برای بررسی ها. دوستان اگر موردی هست که به سخنرانی آقای مانیری بخواین اضافه کنیم، ممنون میشم دست بلند کنیم که مایک براتون باز بشه یا اگر سوالی هست. خب در غیر این صورت بریم سراغ سخنران بعدیمون. سرکار خانم زهرا رهایی هستن با موضوع سلمان رشدی و آزادی قلم. بفرمایید خانم رهایی. سلام، خسته نباشید دوباره خدمت تمام همکاران عزیز. من با اجازه سخنرانیمو با یه سخن از سلمان رشدی که خطاب خمینی کرده شروع میکنم. تو به خاطر عقیدت سر میبری، سنگسار میکنی، اعدام میکنی، تجاوز میکنی، دست و پا قطع میکنی، آن وقت من بیدین خطرناکم؟ امروزه آزادی بیان به صورت گسترده یکی از حقوق بشر تلقی میشود، بدین معنی که انسانها به خاطر انسان بودنشان حق آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم حقوق طبیعی دارد که خود تکامل یافته مفهوم قوانین طبیعی است. باید عنوان کرد که در اصل مفهوم آزادی قلم از دو اصل آزادی بیان و عقیده و تفکر گرفته می شود و تا زمانی که بشر بر روی کره خاکی زنده است، مفهوم آزادی نیز سایه به سایه او در حال حرکت و ارتقا خواهد بود. ببخشید. آزادی در واقع جزء مهمترین حقوق اساسی افراد محسوب می شود و هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی اخبار و افکار را تحقیق نماید، دریافت کند و انتشار دهد. فلسفه آزادی بیان در کشورها برای بیان نظرات و انتقادات به صورت آزادانه است بدون اینکه ضمانت اجرا داشته باشد یا خطری تهدیدشان کند. همه دولت‌ها باید و موظف هستند آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کنند و هیچ مقامی حق ندارد برخلاف
موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها اقدام کند. حال نگاهی به زندگی سلمان رشدی با نام کامل سر احمد سلمان رشدی که به دلیل استفاده از آزادی در بیان و قلم قربانی یکی از ترورهای فرامرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران شد. او نویسنده و مقاله نویس سرشناس بریتانیایی آمریکایی است که در سال 1947 در هند زاده شد. سلمان رشدی به بیان خودش یک خدا ناباور تندرو ساکن نیویورک است که 4 بار ازدواج کرده و 2 فرزند دارد و همچنین مؤلف 14 کتاب، صاحب نشان شوالیه برای خدماتش در حوزه ادبیات و برنده جایزه ادبی بوکر است. بخش مهم شهرت رشدی اما معروفیتی است که آن را از انتشار رمان آیات شیطانی به دست آورده است. رمانی که انتشارات پنگوئن بریتانیا آن را از بحث برانگیزترین کتاب‌های عصر جدید خوانده است. رمان آیات شیطانی که رشدی در نگارش آن تا حدودی از زندگی محمد و داستان نزول الهام گرفته است در بریتانیا مورد تحسین منتقدان ادبی قرار گرفت و جایزه ادبی وایت بورد بریتانیا را در سال 1988 از آن خود کرد. ورق اما برای رشدی از موقعی برگشت که برخی مسلمانان گفتند کتاب آیات شیطانی او حاوی متون کفرآمیزی است که باورهای آنان را مسخره کرده است. حدود 1 سال پس از انتشار این کتاب و در تاریخ 25 بهمن ماه 1367 روح الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. در پی فتوای خمینی سیل اخبار درباره او به رسانه‌های جهان سرازیر شد. رشدی با همسرش پنهان شد و پلیس بریتانیا برای او محافظ شخصی مقرر کرد. رشدی بیشتر سالهای دهه 90 میلادی را در اختفا سپری کرد. در بخشی از فتوای خمینی درباره رشدی آمده است: به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و محمد و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده و همچنین ناشران مطلع از محتوای آن محکوم به اعدامند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام کنند. تا پیش از حمله اخیر به سلمان رشدی، او و مترجمان کتاب آیات شیطانی چندین بار هدف اقدام به قتل قرار گرفتند. او پس از سالها به اختفا رانده شدن تازه داشت نفسی تازه میکرد. پیش از این نیز در سالهای اخیر علی خامنه‌ای رهبر کنونی حکومت جمهوری اسلامی نیز حکم کشتن رشدی را تیری خوانده بود که تا بر هدف ننشیند از پا نخواهد نشست. نکته‌ای که درباره کتاب جالب است و به احتمال زیاد باعث دادن فتوای قتل سلمان رشدی شده است این است که در قسمتی از کتاب آیات شیطانی به امامی اشاره می شود که در تبعید است و پس از انقلاب در کشورش به وطن باز می گردد. این امام به گفته منتقدان و حتی خود سلمان رشدی اشاره‌ای به روح الله خمینی دارد. کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی پس از حمله اخیر به او یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سایت آمازون شد. لازم به ذکر است که این کتاب نخستین بار 34 سال پیش منتشر شد که به دنبال آن فتوای قتل از طرف خمینی صادر شد. ضاربه این نویسنده 75 ساله هادی مطر لبنانی تبار مسلمان و از هواداران خمینی و حزب الله لبنان است که همسویی‌های فکری و جدی آشکار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است. او در مصاحبه ویدئویی با روزنامه نیویورک پست گفته است که از اینکه سلمان رشدی در این حمله جان نباخته ناراحت و متعجب است. متاسفانه پروازه است که این حمله وحشیانه و سوءقصد تنها ناشی از سیاست دیرینه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب آزادی بیان در داخل و خارج از مرزهای تحت حکومتش و همچنین امتناع از لغو فتوای قتل سلمان رشدی است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از 34 سال پیش تا به امروز از پس گرفتن فتوای قتل سلمان رشدی به مسلمانان جهان
که از زبان حاکمان نظام صادر شده خودداری کردند. این حمله وحشیانه به همه ما یادآوری می کند که چشم بستن و نادیده گرفتن اقدام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان خود پیامد مستقیم و ناگواری برای جامعه جهانی دارد. لازم به ذکر است که در سالهای اخیر نیز برخی نهادهای مذهبی و حکومتی در جمهوری اسلامی از جمله بنیاد 15 خرداد که توسط خمینی تأسیس شده بود و همکنون زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند، جایزه‌ای به ارزش بیش از 3 میلیون دلار برای قاتل سلمان رشدی تعیین کرده بودند. سلمان رشدی متأسفانه اولین و آخرین قربانی سیاست سرکوب و کشتن کسانی نیست که با سیاست‌ها و دیدگاه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران مخالفت و انتقاد می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی که تحت کنترل یک رهبر غیر منتخب با اختیارات نامحدود قرار دارد، به طور پیوسته در حال برخوردهای خشن قضایی و امنیتی با همه افرادی است که دیدگاه‌های انتقادی به حاکمیت و ایدئولوژی اسلامی دارند و یا صرفاً جهت حمایت از حقوق اولیه بشر فعالیت می‌کنند. این حاکمیت سیاست سرکوب خشونت‌آمیز خود را فراتر از مرزهای خود گسترش داده است. به عنوان مثال، آزار و اذیت و تلاش برای روبودن مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی که در حیطه‌های برون مرزی کار می‌کنند و بازداشت اعضای خانواده‌شان در ایران، مانند روح الله زم، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی که به دست ماموران امنیتی روبوده شد و به ایران بازگردانده شد و در آذر ماه سال 99 و پس از یک محاکمه ناعادلانه اعدام شد. دولت‌های سراسر جهان به ویژه آنهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند باید به طور آشکار و مستقیم به همتایان ایرانی خود علنی و خصوصی هشدار دهند که این اقدامات شنیع و غیرقانونی پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک معناداری در پی خواهد داشت. تلاش برای قتل این نویسنده برجسته نمونه ای است که نشان می‌دهد رژیم تروریست و جنایتکار در ایران برای خفه کردن آزاداندیشان تا کجا پیش خواهد رفت. حقیقتاً این رژیم انقلابی با تمام موجودیت خود الهام بخش چنین حملات شنیعی است. از مدافعان حقوق بشر و مخالفان ایرانی تا شهروندان و مقامات خارجی، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا فرانسه، از آرژانتین تا لبنان و سوریه و تا خود مردم ایران، آن هم به طور روزانه، جمهوری اسلامی مدت هاست که با کارزار خشونت و ترور خود جهان را به گروگان گرفته است و متاسفانه قدرت های غربی با ادامه مذاکره به این رژیم سرکش برابری اخلاقی دادند و به این کارزار وحشیانه ترور که از بالاترین سطح رژیم فرمان میگیرد جسارت و قدرت و شجاعت بخشیدند. آقای رشدی نزدیک بود تاوان این سیاست ناشی از اشتباه محاسباتی را با جانش بدهد. اکنون که او در حال بازیابی سلامتش است، برایش بهبودی سریع و کامل را آرزو می‌کنیم و به فکر او و خانواده‌اش در این زمان دشوار هستیم. باشد که او به زودی و با تنی سالم نزد کتاب‌ها و نوشته‌هایش که علاقه‌مندان بسیاری دارد بازگردد. این حمله نفرت‌انگیز تنها حمله به آقای رشدی نبود، بلکه حمله‌ای به همه آزاداندیشان بود. این حمله نماد ماهیت رژیمی است که به آن الهام بخشیده. سرانجام وقت آن رسیده که جهان به صدای ملت ایران که مدت هاست نادیده گرفته شده توجه کند و به آنها در مبارزشان برای آزادی کمک نماید و یک بار برای همیشه همچون حکومتی مطرود با این رژیم رفتار کند که خود همواره آن را به اثبات رسانده است. چنین توحشی در جهان متمدن امروز نتیجه پیروی از بدویت و تصمیمات قرون وسطایی روح الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران می باشد که همه مسلمانان جهان را با صدور فتوای ننگین به ترور و قتل سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی ترغیب نمود و متذکر شد که هر کس در این راه کشته شود جایگاهش در بهشت است. البته باید خاطر نشان کرد که کشتار زنجیره‌ای و حذف بسیاری از داستان نویسان ایرانی منتقد نظام هم از اوایل انقلاب آغاز شده بود و متاسفانه نویسندگان معروف در سراسر کشور رو بوده و به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدن و همچنان می‌رسند.
اکنون با ورق زدن تاریخ قابل درک است که علارغم چندین دهه ترفند در دیپلماسی فریبکارانه و فعالیت‌های تروریستی متعدد، رژیم اسلامی مانند همیشه مصمم به تحقق اهداف خود با اقدامات تروریستی و سرکوب همه جانبه آزادی بیان و قلم و عقیده است. ثمره تلخ این رویکرد متحجرانه و شکست خورده چیزی نیست جز حجم فزاینده و وقیحانه ترور رژیم اسلامی در غرب، به خصوص در خاک اروپا و آمریکا. بله، متاسفانه حاکمان و بنیانگذاران حکومت جمهوری اسلامی که حلقوم شاعران، نویسندگان، آزاداندیشان را در سرزمین ما مچاله می کنند. با فراخوانی جهانی همه دستهای زمخت توحش را از غارهای بربریت به بیرون کشیدند تا با زوزه بلند و هراسناک شقاوت و جزمندیشی نه تنها صدای انسان آزاد بلکه اصل آزادی اندیشه و بیان را خفه سازند. باید تمام مردم دنیا ضمن ابراز انزجار عمیق از این حرکت ضد انسانی و محکوم کردن همه آن دیو سیرتان که با تحریک اوباش و کوردلان سعی در خاموشی صدای آزادی دارند، بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از این نویسنده خلاق و توانا و همینطور از اصل بنیادین آزادی اندیشه، بیان و قلم به صراحت اعلام کنند. به یک معنا می توان گفت مهمترین درون مایه آیات شیطانی نه مذهب بلکه تاریخ است و نویسنده در این میان نقش آفریدگار را از خداوند می گیرد و به انسان می دهد. رشدی در همان حال یادآوری می کند که آنچه که در رمان او اتفاق می افتد چکیده ی قلم و حاصل تخیل اوست و به همین سبب همین قائم به ذات و جدای از واقعیت بیرونی واقعیت دارد و این همان حقیقتی است که مذهب می خواهد در هر لحظه آن را بپوشاند. به این ترتیب در آیات شیطانی اصالت هنر در مقابل جعل مذهب قرار می گیرد و نویسنده اذهان می دارد که هیچگاه از نگارش این کتاب جذاب و زیبا پشیمان نیست و اگر به عقب بازگردد باز هم آن را به رشته تحریر در خواهد آورد. این من میخواستم اینجا عنوان کنم که این خب این مطلب خیلی طولانیه، چون وقتی که میری دنبالش و در موردش تحقیق میکنی متاسفانه خیلی خیلی درا و دریچه ها باز میشه و یه تیکش هم هست که خیلی طولانیه و من اونو نخوندم. در مورد اینه که این فتوا سال 67 دقیقا همزمان با زمانی که روح الله خمینی دستور قتل عام زندانیان سیاسی توی خود ایران رو صادر کرد و حتی یه مقاله‌ای بود که من خوندم که حتی با یکی از سران بریتانیا در مورد سلمان رشدی ملاقات داشته، صحبت کرده و بعد این فتوا صادر شده. خیلی طولانی میشه، به خاطر همین من حالا نخوندم، ولی اگه کسی از دوستان خواست من میتونم در اختیارش بذارم و من مایک رو رها میکنم. حالا اگه هر سوالی هست من در خدمتتون هستم. استاد ببخشید، میخواستم اینم که فرمودید سلمان رشدی برای ممنون خانم رهایی برای سخنرانیتون و موضوع جالبی که انتخاب کرده بودید. نکاتی بود که خب خیلی همون حتما بار اول بود که میشیدیم در مورد خانم سارا ایران پناه. دوستان دستشتیشون رو میدین لطفا سوالشون رو بپرسن اگر از سوالشون مربوط به سخنرانی خانم رهایی بود. استاد میخواستم سوال کنم که سلمان رشدی کجایی بود؟ من اینو متوجه نشدم. ایشون فکر کنم هندی بودن متولده، ولی فکر کنم یا بزرگ شده انگلیس یا اونجا زندگی کردم. حالا خانم رهایی مایک برشان بفهم.
مرسی، ممنون. متولد هند بودن ولی اصلیتشون بریتانیایی آمریکایی هست که حالا الان فکر میکنم توی آستانه 75 سالگی هستن که حالا این اتفاق افتاد، ولی توی هند متولد شدن و توی خانواده اتفاقا مسلمون هم خودش زاده شده و خیلی داستان زندگی خودش جالبه و من به همه توصیه میکنم که حتما اینو بخونن و خود کتاب آیات شیطانی رو هم حتما مطالعه کنم. خیلی کتاب جالبیه. من به خاطر همین سخنرانی مجبور شدم که این کتاب رو هم بخونم و کتاب خیلی جالبیه. به نظر من خالی از لطف نیست که اینو حتما بخونیدش. مرسی، توفیق ادواری خوبی مسئولتون شده. خانم بیرجندی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خسته نباشید. میگم خانم رهایی عزیز، مرسی از سخنرانی خوب کاملتون. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که در واقع حالا اگر صرف نظر کنیم از این که آنچه که در کتاب حالا آیات شیطانی که میگن نوشته شده بود، آن چیزی نبود که اینا تفسیرش کردن، چون به این نتیجه رسیدن که حتی کتاب رو نخونده بودن و نمیدونستن محتویات کتاب چیه. اما من خواستم این نکته رو بهش اشاره کنم که به هر حال در دنیا دادگاه‌های صالحی وجود داره. درسته تو کشور ما همچین چیزی نیست، ولی تو سایر کشور دیگه هست و خیلی خوب بود اگر که جامعه مسلمونا در واقع که معترض به این مسئله بودن، اونم باز خودشون نبودن، به دستور رهبراشون مثل آقای خمینی یا یه رهبر دیگه که اسمشون نمیدونم تو پاکستان در واقع تحریک کرده بود مردم رو به شورش علیه این قضیه. خیلی خوب بود که اگر اعتراضی بود، اگر شکایتی بود، واقعا این در جوامع بین المللی حالا در دادگاه صالحی جایی رسیدگی می شد. اما این که خودشون به قول معروف به صورت انتحاری میان کاری انجام میدن، خب این غیر از این که تا الان که این اتفاق افتاده اسلام و مسلمان ها رو بدنام کرده در هر صورت با این کارهایی که انجام دادن و به عنوان تروریست بهشون نگاه میشه و اینکه میتونست حداقل این باعث بشه که بعدها وقتی یه کاریکاتوری مثل اون کاریکاتور پیامبر اسلام که روی سرش بمب گذاشته بودن کشیدن، مثل اون به وجود نیاد، به خاطر که خب نگاهشون جوامع غربی یا حالا غیر مسلمونا نگاهشون همینه و وقتی این اتفاقا میفته خب مسلمه که میان همچین کاری رو انجام میدن. ای کاش واقعا این اتفاق بیفته و یکم به قول معروف چی میگم بهش، از این دست از این حرکات انتحاریشون بردارن و درخواست بدن، به خاطر اینکه بخواد این قضیه خیلی مسالمت آمیز در واقع حل بشه. مرسی، ممنون که این فرصت رو دادید به من. ممنون از شما خانم بیرجندی بر مشارکت. اما چیزی که میگین، ایده‌ای که میگین خیلی خوبه، منطقی و درستش همینه، ولی چیزی که من برداشت میکنم که اصلا در قاموس این جماعت این گونه دادخواهی ها نیست و اینها به اصطلاح فکر میکنم آتش به اختیارن، مخصوصا که این فتوایی هم که داد خمینی، این اجازه بهشون داد که شما آزادین هر کاری که دلتون میخواد بکنید. بفهمید خانم رهایی. دقیقا خانم بیرجندی درست گفتن، یعنی خود حتی همین کسی که الان همین بیچارهی که حالا تحت تاثیر حرفایی که شنیده بود این کار رو انجام داده، یعنی وقتی که از خودشون پرسن میگه که من فقط دو صفحه از این کتاب رو خوندم، ولی به خاطر علاقهی که به خمینی داشته و تحت شنیده ها و تاثیر حرفایی که حالا توی ذهنش گذاشته شده این عمل رو انجام داده و به نظر من حالا برای روشنگری، آگاهی، ماها به عنوان فعالان حقوق بشر وظیفه داریم که این آگاهی رسانی رو انجام بدیم. حالا شاید کم کم این اتفاق صورت بگیره، ولی توی دراز مدت میتونه این تأثیر رو داشته باشه. مثلا همین الان توی 21 این چیز که این آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی میخواد توی سازمان ملل حضور پیدا کنه، به نظر من خودش
یک قاتل بالفطره است، کسی که جزء هیئت مرگ سال 67 بوده واقعا جاش توی سازمان ملل نیست و من واقعا متوجه نمیشم، نمیفهمم که چرا دولت آمریکا که این همه داره خب حالا جلوی صحنه اینقدر با اینا مخالفت میکنه، چطوری میخواد به این ویزا بده، براش ویزا صادر کنه که توی سازمان ملل حاضر بشه. و واقعا فکر میکنم ماها به عنوان فعالین حقوق بشر باید یه سری حرکت ها رو خودمون، حالا توی وبلاگامون، توی صفحات شخصیمون، حتی توی جلسات اینا رو اعلام کنیم، مخالفت های خودمون رو اعلام کنیم، شاید یه حرکتی، یه تنشی انجام بشه و بتونیم یکم یه صدایی از مردم ایران باشیم. مرسی، من خیلی صحبت کردم، وقت رو به بقیه هم میدم. ممنون از شما. آقای محمد رو بفهمید. هست از رسیتون؟ دوستان امتحان میکنین؟ مثل که من نمیتونم. بدان نشد؟ بستیم دوباره. بفهم. بست شدم. بله بله. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و با تشکر از سخنرانی خانم رهبری و دکترای خوبی که دوستان ارائه دادن. یه مسئله ای که هستش، اگه دوستان کتابو خونده باشن، یه بخش از کتاب در مورد رهبر انقلاب، اصلا در مورد انقلاب 57 و رهبر، و شاید یکی از دلایلی که فرمان حکم قتل سلمان رشدی به اصطلاح صادر شد همین بوده. نظر شما رو می‌خواستم بدونم در رابطه با این. ممنونم، مایک رو رها می‌کنم. البته اگه مایل بودید من اون یکی دو تا جمله‌ایو که توی کتاب شاید به خاطر همین این فرمان قتلش صادر شده رو میخونم بعد از اینکه نظر شما رو شد. ممنونم. ممنون از شما. میخواین اول بخونین اون جمله رو ما گوش بدیم؟ اشاره ای داره به این که میگه بله، این مرد شوم و ابرو در هم کشیده که همچنان بیدار است و لباسی گشاد بر تن دارد امام است. و اون جمله ای که احتمالاً به خاطرش این اتفاق افتاده اشاره داره به این که میگه جبرئیل که با هراس چشم از او برمیگیرد، امام را میبیند که با هیبت هیولا در آمده و در حیات جلویی قصر دراز کشیده و دهانش را به حال خمیازه کنار دروازه باز کرده و مردم را که از آن میگذرند میبلعد. حالا حدسا بر این هم هستش که اصلا شاید به خاطر همین جملاتی که تو این کتاب اومده این فرمان به اصطلاح قتل ایشون صادر شد. بله، ممنون از این که به من فرصت دادید. مایک رو رها. ممنون از شما، ممنون بر مشارکت. مرسی به خاطر اینکه حالا جملات این کتاب رو هم با ما به اشتراک گذاشتیم. برداشت شخصی من اینه که خب چون هیچ وقت اسمی از شخصیت خاصی توی این کتاب نیست، احتمالا اونها رو برداشت شخصی کردن و حالا چه میدونم، حالا شاید یه سری به لحاظ تاریخی و اینها بررسی شده یا یکم دقت در جزئیات نویسنده یه جوری بوده که اون مخاطبش فکر میکرده 100% میتونه که مثلا حالا رهبر ایران باشه. این باز برداشت شخصی من. خب دوستان، بله بفهمستم رهایی. ببخشید که من مایکومیشون بگم که دقیقا خود سلمان رشدی اینو اعلام کرده که حالا یه سری ها منتقدا این برداشت کرده بودن، ولی خودش علنی و چیز اعلام کرده که منظورش از این سخنان همون روح الله خمینی هست. واسه هم حالا ایشون سوال کردم بگم که
حالا من چون خوندم در موردش، خودش اینو اعلام کرده که منظور همین بوده واقعا. ببخشید خانم رعایت، چون من راجع به موضوع چیزهای مختلفی شنیدم، میپرسم این که یعنی این یه منبع موثق اینو میگه که خود سلمان رشدی؟ آره آره، من مقالهشو براتون میفرستم که خودش مثلا اینو که حالا منتقدان و خودش اینو براتون میفرستم که بتونید بخونش، خیلی جالبه براتون. آره حتما، مرسی، متشکرم. خواهش میکنم. مایکتون بسته از خانم دژم. ببخشید، مرسی که گفتی. مرسی خانم رهایی. آقای محمد رو چیزی هست بخواین اضافه کنید؟ من دست هستید. اوکی. خیلی خب، پس با اجازهتون بریم سراغ سخنران بعدیمون و میپردازیم به موضوع هنر فرش بافی و زنان ایرانی، خانم آیلار اسماعیلی. خانم اسماعیلی، مایک بر شماست، بفرمایید. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. از بررسی‌های تاریخی بدین گونه برمی‌آید که زنان پس از فراگیری فن سبد بافی و پارچه بافی در غیاب مردان که به شکار و جنگ مشغول بودند، به فراگیری و بافت قالی پرداختند. به بیان دیگر، زنان خالقان هنر قالی بافی در جهان بودند که در ابتدا به بافت ساده گلیم می پرداختند و چه بسا روش بافت فرش‌های کنونی از روش بافت گلیم اقتباس شده باشد. بافت گلیم یک بافت حصیری و سبدی می باشد و در آغاز برای حفاظت بدن از سرما استفاده می شد، اما با تکامل فن بافندگی به شکل فعلی رواج یافت. یعنی برای پوشاندن سطح و مفروش ساختن کف چادرها به کار گرفته شد. قالی بافی از آغاز در میان ایالات و قبایل صحرانشین که کار اصلی و عمده آنان دامداری بود پدیدار شد. پس از فراگیری ریسیدن و بافتن پشم به گلیم بافی پرداختند و پس از مدتی به تولید نوعی خاص از گلیم مشغول شدند که امروزه آن را ورنی می‌نامند و بیشتر در مناطق آذربایجان شرقی تولید می‌شود. ورنی از نظر بافت حلقه واسطی بین گلیم و قالی محسوب شده و عمدتاً زنان عشایر در کپرها و سیاه چادرهایشان به این امر می پردازن. اما شکی نیست فلات ایران مهد پیدایش قالی بافی بین ایالات و چادرنشینان بوده که با شرایط زیستی آنها هماهنگی داشته است. آنها در اوقات بیکاری خود پشهای چیده شده را ریسیده و پوششهایی را به وجود می آوردن که برای تهیه چادر و فرش با دوام باشد. این پوشش‌ها بیشتر برای رفع نیاز طبیعی و مقابله با تغییرات جوی می باشند. آنها با ذوق و سلیقه سرشاری که در خود برای ایجاد نقش‌ها و رنگ‌های بدی و طبیعی دارند، در طول زمان‌های متمادی زبانزد عام و خاص بوده که این تلاش‌ها آغازی برای راهیابی این هنر به شهرها بوده است. خصوصیات فرش عشایری را می‌توان در رنگ‌ها جستجو کرد که با تکرار محوری و مرکزی و با سادگی وصف‌ناپذیری بافته شدند. در طول هزاران سال وجه مشترک همه دست بافته های عشایری در نقوش پرندگان، صور هندسی و نگاره های درختان است که با توازن ویژه‌ای در دراز و پهنای آن تکرار می شود. تورنج از دیگر نگاره هایی است که یا به صورت مرکب و یا یک طرح واحد از قرن‌ها پیش به عشایر و آبادی نشینان منسوب بوده است. نقوش شکسته و دواری که دارای نوعی تقارن محوری و یا تقارن مرکزی هستند، با مطالعه و بررسی بر روی اکثر تکل‌ها یا مجموعه‌ای از نقوش تورنج یا شمسه‌ها در قالب‌های بدوی و عشایری از این گونه تقارن برخوردارند. شاید زنان روستایی قالیباف و صدیقی همچون دنیای مزرعه آخرت، جنسیت زن و مرد، شب و روز، قهر و آشتی یا همان بوت جقه و خیر و شر را می‌خواهند منتقل نمایند. زمانی که هنر قالی بافی به محیط شهر راه یافت، دگرگونی سریعی در سبکش پدیدار شد و مکتب‌هایی به نام سلاطین و حکومت‌ها رقم خورد. از فرش‌های سلجوقی تا فرش‌های تاریخی دوره قاجاری از ویژگی هنری و ظرافت خاص برخوردار می‌باشند. نقوش عامیانه تجلیگاه اندیشه و ذوق هنر و احساس زن روستایی است که بر فرش دستباف نقش می‌بندد. این نقش ها با انسان و با آنچه که با فطرت و اندیشه او مربوط است پیوستگی دارد.
زن روستایی در حقیقت کسی است که امکان برقراری ارتباط به معانی پنهان طبیعت و قوانین جاری در هستی را دارد. نقش و نگاره ها که گواه نیروی آفرینش و نشان ذوق و هنر زن روستایی می باشد، در عین سادگی برگرفته از زندگی روزمره بوده و بنیاد هنرهای تصویری موجود در فرهنگ یا جامعه است. متن طبیعت و گیاهان خودرو بهترین راهنمای رنگ قالی برای قالی بافان است. همانطور که در اسناد و مدارک زندگی عشایری مشاهده می شود، هر عشیره و قومی رنگ های خاصی را با یک نوع خلوص به انحصار خود درآورده است. و با بکارگیری نقش ها و رنگ ها در بافته های ساده خود عظمت روح و صلابت اندیشه را برای دستگاه قالی باف انتقال می دهد. برای ساخت تنالیته رنگ قرمز از رنگینه گیاهی روناس، اصاره آلبالو، توتسبیا، شاهدود، ریشه زرشک وحشی، گل انار و با بکارگیری حشره همچون قرمزدانه با مرارت و سختی بسیار پای پاتیل رنگ به سر می برند تا بتوانند رنگ های قرمز را به دست بیاورند. همچنین برای تنالیته رنگ زرد و آبی به ترتیب از رنگینه های گیاهی همچون اسپرک، برگ مو، چنار، توت، چای، چوب زرد، زردچوبه، حلیله، زعفران، پوست پیاز برای استحصال رنگ زرد نیز وسمه نیل، لاجورد برای رنگ آبی بهره‌مند می شود. در ایران حدود 1,000,000 قالی باف فعال داریم که فقط حدود 200,000 نفر آنها تحت پوشش بیمه قالی بافی هستند. طبق آخرین آمار حدود 70% جمعیت قالی بافان را زنان تشکیل می دهند. زنان تنهایی که صدایشان شنیده نمی شود. پشت در قالی سلامتی خود را جا می گذارند و حتی از بیمه هم بی بهره اند. پروین صبحا قبل از اینکه آفتاب سر بزند به کارگاه می رود و قالی بافی را شروع می کند. او 55 سال دارد. 30 سال است که قالی بافی می کند و زندگیش به تار و پودهای قالی گره خورده است. روزی 8-10 ساعت کار می کند و دردهایش را خسته کردند. سال هاست که آرتروز زانو اذیتش می کند اما هزینه عملش را ندارد. دیسک کمر و ضعیفی چشم هم از دیگر دردهایی هستند که پس از 30 سال قالی بافی درگیرشان شده است. او در این سالها قالی بافان زیادی را دیده که به دلیل سرکار داشتن با ریس و پشم قالی به آسم و بیماری های تنفسی دچار شدند و آخر هم آسم جانشان را گرفته است. دغدغه پروین و اکثر قالی بافان این است که بیمه ندارند و نمی توانند برای درمان خود قدمی بردارند. در حال حاضر حدود 80% جمعیت قالی بافان کشور هنوز بیمه نشدند. و آن تعدادی هم که بیمه هستند همیشه نگران قطع شدن بیمهشان هستند. قالی بافان به دلیل زیاد نشستن پشت دار قالی درگیر بیماری‌های زیادی در ارگونومی بدن، بینایی و تنفس خواهند شد. و بیمه ابتدایی‌ترین حق آنهاست تا حداقل بتوانند به پزشک مراجعه کنند. تعدادی از کارفرمایان چندین دفعه برای بیمه کردن قالی بافا به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند اما نتیجه‌ای نگرفتند. در هر شهرستان تقریباً 4,000 قالی باف وجود دارد. اما بیشتر از 1/10 آنها بیمه نیستند. هر از چندگاهی سازمان ها اعلام می کنند که می خواهند قالی بافان را بیمه کنند. سازمان صنعت معدن اسامی را یادداشت می کند و یک سری مدارک می گیرد. اما همیشه تاکید می کند که من فقط واسطه هستم و مسئول این هم سازمان تامین اجتماعی بیمه روستاییان است. گاهی مثلا از بین 1,000 نفری که اسمشان نوشته شده است 100 نفر را بیمه می کنند و می گویند سهمیه شهرستان ها در همین حد بوده و بیشتر از این نمی توانیم کاری انجام دهیم. گاهی حتی همین اتفاق هم نمی افتد. زنان قالیباف معمولا یا سرپرست خانوار هستند یا بد سرپرست که مشکلات مالی زیادی دارند. در همان حدی که می بافند هزینه زندگیشان تامین می شود. مسلماً آنها هیچ پس‌اندازی برای آیندهشان ندارند و به شدت نیاز دارند که بیمه شوند. این کمترین حق برای کسی است که در کشورش روزی 9-10 ساعت کار می‌کند و باید از طرف دولت حمایت شود. علاوه بر قالی بافان، کسانی که در مرحله قبل از باف یعنی رنگرزی و طراحی نقشه هم کار می‌کنند نیازمند حمایت هستند. رنگرزها به دلیل استفاده از رنگ‌های شیمیایی پس از مدتی مشکلات تنفسی برایشان پیش می‌آید. ولی آنها هم هیچ وقت بیمه نشدند و همیشه اگر حرفی از بیمه بوده است فقط متوجه قالی بافان بوده که آن هم هیچ وقت به حالت ایدئال خود نرسیده و گاهی بیشتر در حد مانور رسانه‌ای بوده است.
شخصی که کار طراحی نقشه یا رنگ و نقطه انجام می‌دهد اصلاً به عنوان شاغل شناخته نمی‌شود و برای تسهیلات هم این افراد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. حمید کارگر، رئیس اسبق مرکز ملی فرش ایران می‌گوید نبود آمار دقیق در حوزه فرش دستباف را یکی از خلأها و کاستی‌های آن می‌داند و بر اساس تخمین و شاخصه‌های مانند میزان صادرات، تعداد اعضای اتحادیه‌ها یا تعاونی‌های تولید فرش در کشور و میزان واردات مواد اولیه که در فرش دستباف مورد مصرف قرار می‌گیرد، به این برآورد تقریبی از تعداد قالی‌بافان می‌توانیم برسیم که در حال حاضر 1 میلیون نفر قالی‌باف فعال در سطح کشور داریم که از این 1 میلیون حدود 700 هزار نفر آنها به شکل تمام وقت شغلشان قالی‌بافی است و مابقی به شکل پاره وقت به قالی‌بافی اشتغال دارند. از نظر جنسیتی، عمده قالی‌بافهای کشور ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. به جز در برخی مناطق مانند استان‌های آذربایجان که به مردبافی شهرت دارد. در بقیه مناطق کشور جمعیت اصلی قالی‌بافان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین قالی‌بافی را بیشتر شغلی زنانه می‌دانیم. متاسفانه علارغم وجود قانون بیمه قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، به دلیل نبود اعتبار لازم و کافی تمام جمعیت قالی‌باف کشور ما تحت پوشش این بیمه قرار ندارند و چتر حمایتی تامین اجتماعی بر سر این افراد گسترده نیست. از جمعیت تقریبا 1 میلیون نفری قالی‌بافان، کمی بیشتر از 200 هزار نفرشان تحت پوشش بیمه قالی‌بافی قرار دارند و بقیه متاسفانه پشت درهای تامین اجتماعی باقی ماندند و سالها وضع به همین شکل بوده است. تقریبا از سال 93 به بعد تامین اجتماعی از پذیرش قالی‌بافان جدید برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سر باز زده است. خواسته قدیمی و به حق جامعه قالی‌بافان کشور اجرا شدن قانون بیمه قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار در کشور است که بیمه کاملی است و خدمات بازنشستگی، درمان و از کار افتادگی دارد. قالی‌بافان یکی از دلایلی که بهانه قطع شدن بیمه آنها بوده است را تأخیر 1 یا چند روزه در پرداخت حق بیمه عنوان کردند. قانون میگوید قالی‌باف 3 ماه برای پرداخت حق بیمه فرصت دارد، اما سازمان تامین اجتماعی میگوید اگر این 3 ماه بگذرد و بشود 3 ماه و 1 روز بیمه او قطع میشود و سازمان تامین اجتماعی طبق قانون عمل میکند. اما نکته اینجاست که قالی‌بافان هم واقعا از دستمزد حداقلی برخوردار هستند و واقعا ممکن است توان مالی مناسب برای پرداخت سهم خودشان از عدد بیمه را نداشته باشند. برای همین همیشه خواسته قالی‌بافان و جمعیت فعالان فرش کشور از سازمان تامین اجتماعی مساعدت بیشتر در این زمینه بوده و سعی کنند این قطعی بیمه ها به حداقل برسد. در برخی موارد نیز بیمه قالی‌بافان خانگی قطع شده است زیر زمانی که بازرس تامین اجتماعی بدون اطلاع قبلی به خانه آنها مراجعه کرده است، آنها خانه نبودند و بازدید انجام نشده. این اتفاق برای مشاغل خانگی کاملا طبیعی است و لازم است که بازرسان تامین اجتماعی در این زمینه با قالی‌بافان همراهی داشته باشند. زنان قالی‌باف بخشی از جامعه زنان شاغل کشور هستند که در تولید نقش بسزایی دارند. در این مسیر زحمت فراوانی به جان می‌خرند و سلامت و سوی چشم خود را خرج کارشان می‌کنند. اما این مسیر سخت برای هموار شدن نیاز به توجه و حمایت دولت دارد. بیمه قالی‌بافی یکی از مهمترین حمایت‌هایی است که قالی‌بافان خواستار آنند و امید است زنان قالی‌باف از دید معاونت امور زنان و خانواده پنهان نمانند. آذربایجان غربی یکی از استان‌های فعال ایران در زمینه تولید فرش است و سالانه 290 هزار متر مربع فرش دستباف در این استان تولید و روانه بازار هدف می‌شود. فرش‌های ریزماهی خوی در سال 1392 و فرش افشار تپاب در سال 1400 ثبت جهانی شدند که این مهم جایگاه این استان در صنعت فرش کشور را نشان می‌دهد. در کنار این دو شهرستان، فرش‌بافی در سایر شهرستان‌های بوکان، شاهیندش، میاندواب، مهاباد و ارومیه نیز رواج دارد. این استان با داشتن 224 واحد کارگاه تولید فرش دستباف و کارگاه‌های خانگی 72 هزار نفر فعال در حوزه فرش دارد و انواع فرش‌های دستباف در طرح‌های قبا، ماهی، نقشه، افشار و فرش تمام ابریشم توسط فعالان این بخش در استان تولید و روانه بازار می‌شود که از میان آنها طرح‌های ریزماهی و افشار در بازارهای داخلی و جهانی از متقاضیان زیادی برخوردار است. سالانه بیش از 60 هزار متر مربع فرش با نقش ریزماهی خوی که برند تجاری جهانی محسوب می شود و
قدمتی 1000 ساله دارد تولید و عرضه می شود و بخشی هم در حوزه صادرات قرار می گیرد. پشت پرده تولید سالانه، ثبت برند جهانی و صادرات انبوهی از مشکلات قد علم کرده که صنعت فرش بافی را اگر بتوان با وجود این مشکلات نام صنعت را بر آن نهاد تهدید می کند. مشکلات افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای داخلی، نوسان نرخ ارز، نبود تسهیلات، افزایش کرایه کارگاه ها، عدم بازاریابی مناسب، شیوع کرونا و دستمزد پایین و مشکل بیمه قالیبافان به عنوان اساسی ترین مشکلات رونق تولید این حوزه را کمرنگ ساخته است. در استانی که بیش از 72 هزار نفر در حوزه فرش دستباف مشغول به فعالیت هستند، سالهاست آمار قالیبافان بیمه شده تغییر چندانی نکرده و هنوز هم بیش از 53 هزار نفر از آنها از خدمات بیمه بی‌بهره ماندند. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی میگوید حدود 19 هزار نفر قالیباف در این استان از خدمات بیمه تامین اجتماعی و بیمه صندوق اجتماعی کشاورزی، روستایی و اشایری استفاده می‌کنند که 12699 نفر از آنها از مزایا و خدمات بیمه تامین اجتماعی و حدود 6 هزار نفر هم تحت پوشش خدمات بیمه صندوق اجتماعی کشاورزی، روستاییان و اشایر هستند. به گفته غلامرضا بابایی در این استان علاوه بر تولید فرش دستباف در کارگاه‌های خانگی 227 کارگاه غیر متمرکز با مدیریت متمرکز و 7 مجتمع بزرگ قالیبافی نیز فعال هستند. اما این در حالی است که از تولید سالانه 290 هزار متر مربع انواع فرش دستباف که روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود، دسترنج کمی نسبی به قالیبافان می شود و تعداد زیادی از کارگاه های تولید کننده مجبور به تعدیل نیرو می شود. بیشتر بافندگان دستمزدشان را رج به رج یا بر حسب گره ها می گیرند و این یعنی برای یک فرش دستباف تعداد رج ها و یا گره ها سهم قالیباف می شود که زیبایی و هنر را با دستانش خلق کرده است و با این وضعیت مشخص است که اگر کسی بخواهد انفرادی کار کند به غیر از صرف هزینه سودی عایدش نمی شود. کارفرمایان هم از وضعیت موجود ناراضی هستند و دیگر مثل سابق توان اشتغال زایی را ندارند. با امید بر اینکه تمامی فرش بافان در ایران بتوانند از مزایای بیمه بهره مند شوند و از امنیت کار برخوردار باشند. سپاس از اینکه سخنرانی من را گوش دادید. ممنون از شما خانم اسماعیلی برای موضوعی که انتخاب کرده بودیم. ممنونم. موضوعی که کمتر معمولا بهش پرداخته میشه اما اطلاعاتی که دادیم عالی بود و اینکه خب متاسفانه به این قشر هنرمند جامعه بهتر بگم اصلا توجهی نمیشه، نه که کم توجهی میشه متاسفانه. خب دوستان، در مورد سخنرانی خانم اسماعیلی اگر نکته نظری هست که بخواین اضافه کنید ممنون شم با دست راه نمایی کنیم منو. خب پس اجازتون میم سراغ سخنران بعدی، سرکار خانوم سمانه بیرجندی با موضوع حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی. بفرمایید خانم بیرجندی. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان. میراث فرهنگی بخش عمده ای از تمدن و نمایان کننده هویت گذشتگان که امروز نقش مهمی تو توسعه کشورها ایفا میکنه. به همین دلیل حفاظت از اون در زمره اولویت مهم کشور قرار داره. آثار باقی مونده از گذشتگان در حوزه میراث فرهنگی محسوب میشن که منحصر به فرد و زیر منحصر به فرد و غیر قابل جایگزینند و در میان نسل‌ها از ارزش احترام زیادی برخوردارند. کشور ما هم با داشتن تمدن کهن و ثروت عظیم فرهنگی تو این زمینه خوب بدام هستش. در واقع موضوع میراث فرهنگی همیشگیه و کنوانسیون یونسکو هم در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سال 1972 میراث فرهنگی رو با طبقه بندی‌های زیر تعریف کرده. یه آثار تاریخی مثل کارهای معماری یا کارهای تاریخی مجسمه تراشی، نقاشی، کتیبه ها و یا غیره از منظر تاریخی و هنری و علمی برجستگی های از در ارزش های جهانی دارن
و همچنین ساختمان‌های گروهی که جدا از هم یا پیوسته به هم که از نظر معماریشون و یک شکل بودنشون و یا جایگاهشون در منظره از لحاظ تاریخی و علمی و هنری برجستگی در ارزش‌های جهانی دارن. یه لحظه به من اجازه بدید. اما میراث فرهنگی به دو گروه تقسیم میشن که شامل اشیاء فرهنگی قابل لمس و غیر قابل لمس هستند. قابل لمس ها شامل منطقه اثر تاریخی و بناست و غیر قابل لمس ها هر نوع اصطلاح، زبان، عملکرد، رقص، شعر، آهنگ و سایر مواد هنری که ممکنه وجود داشته باشه یا دارن. اینا مرتبطن با میراث اون کشور. اما چگونگی به کارگیری مفهوم یا تمرین کارهای حفاظت برای تشخیص دادن کمی دشواره. در عمل قضاوت و تصمیم در حفاظت ملاحظات اخلاقی تا احتیاجات زیبایی برای برآوردن مفهوم ماهیت واقعی و تمایل برای آشکار کردن و حفظ میراث به شکل اولیه اون. راهبردها و منشورهای بین‌المللی جهت حفاظت به این صورت هستن که یه سری اصول و یا استانداردهای حفاظت هستن که بر اساس کدهای اخلاقی بیان شدن. این کدها هم به صورت مجموعی از اصول ارزش‌های اخلاقی تعریف میشن. برای کار در خارج از کشور یا به صورت محلی، ملاحظات اخلاقی بهترین راه رسیدن به اهداف حفاظت میراث هستند. این کدها حفاظت کننده و کارورز رو برای احترام، درک و تقدیر بیشتر از میراث فرهنگی تشویق میکنه و اصول اساسی و استانداردهای حفاظت که در منشورهای بین المللی هم اومده شامل ضبط و تحقیق دقیق قبل از اقدام، کمترین تغییر در استخوان بندی تاریخی، حداقل ریسک از دست دادن چیزی به صورت قابل توجه و آسیب یا عدم اطمینان در عمل کرد. و حالا بخش اقداماتش برگشت پذیر بودن اقدامات و ابقاء حداقل ساختار اولیه، استفاده متمایز یا قابل تشخیص از مواد جدید و اضافی و همفکری در تفسیر و همفکری در استفاده. احترام برای کیفیت محل، ترجیح مواد اصلی و طرز کار طول عمر کار به پایان رسیده، اینا از نکات مهمی هستند برای در واقع حفاظت از میراث. حالا در مرحله اول می‌پردازیم به اینکه چه عواملی تأثیر در تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی دارد. آثار تاریخی و باستانی به جز اینکه تحت تأثیر روند طبیعی افول و زوال قرار دارند، در برخی موارد به طرز کامل قابل کنترل نیستند و همواره توسط عوامل متعدد دیگه هم مورد تهدید و در مرز خطر هستن که این عوامل اقلیمی و طبیعی هستن تا برخی رفتارهای انسانی یا موقعیت‌های جغرافیایی یا زلزله خیز بودن و یا خشکسالی و یا باران‌های موسمی و سیلاب‌های ناشی از اون یا همچنین حفاری‌های غیر مجاز، آتش سوزی و یا تغییر در بافت شهرهایی با قدمت تاریخی، موارد دیگه حملات تروریستی و دسترازی سودجویان به آثار تاریخی برای پیدا کردن اشیاء دارای ارزش و در نهایت هم خرابکاری فرهنگی هستش. عمده مشکلات در ایران در حفظ و نگهداری آثار تاریخی شامل یک، بی‌توجهی مسئولان و مدیران مربوط به ارزش آثار تاریخی و فرهنگی کشوره و همچنین مدیریت شهری در ایران با مدیریت میراث فرهنگی هماهنگ نیست. مخصوصا در بافت‌های تاریخی ایران میراث فرهنگی به دنبال یک راهکاره و شهرداری هم به دنبال یک راهکار دیگه. به همین دلیل هیچ وقت با همدیگه به تعامل نمی‌رسن. دومی عدم دانش کافیه جهت حفاظت و مرمت اشیاء آسیب دیده یا موزه ها و آثار تاریخی و عدم ایمنی و تجهیز کنترل و نظارت و حفاظت.
و مورد بعدی عدم در واقع نیروی انسانی آموزش دیده است برای حراست و نگهبانی، در واقع نبود اونه و همچنین نبود راهنمایانی در تمامی فصول سال در مرکز تاریخی، به خاطر اینکه حالا عدم بها دادن دارن یا به اونها بیمه نمیدن و یا در واقع حقوق خیلی ناچیزی بهشون پرداخت میکنن. مورد بعد عدم زیرساختهای مناسب برای گردشگریه و همچنین عدم فرهنگسازی مناسب و آموزش از طریق رسانه ها که خب عمده مسئولیت اون با صدا سیما، آموزش پرورش و خانواده می هستش. اما عدم بودجه مناسب و کافی هم جهت مرمت و بازسازی و حفاظت و همچنین بهره‌بری هم وجود داره و مهمترش عدم توجه به صنعت پرسود گردشگریه که کمک کننده است به رونق اقتصادی و همچنین تأمین کننده بودجه کافی برای حفظ و نگهداری آثار هستش. با توجه به این مواردی که گفته شد، حالا یه نگاهی میکنیم به کشورهایی که برای حفظ و نگهداری آثار تاریخیشون راهکارهایی به دست آوردن که خیلی موفقیت آمیز بوده و مؤثر. به طور مثال کشور فرانسه که یکی از نخستین مقاصد توریستی جهان حساب میشه. این کشور که هر سال پذیرای میلیون ها توریسته و حتی بعضی سالها تعداد توریست های این کشور از کل جمعیت کشور هم بیشتر بوده. به طور نمونه سال 2017 89 میلیون گردشگر از این کشور دیدن کردن و رتبه نخست پربازدید ترین کشور جهان رو کسب کرده. از جمله عاملان و صاحبان میراث فرهنگی در فرانسه یک حکومت در قدرت‌های محلی هم بعد انجمن‌ها و صاحبان خصوصی هم که این شرایط و افراد باعث شدن که وضعیت میراث فرهنگی توی کشور مطلوب بشه. در واقع در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه شکل‌گیری انجمن‌های غیر دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی سابقه طولانی داره. حالا تو این کشور حفاظت از میراث فرهنگی هم چون جزء اولویت‌های اصلی دولت بوده و سازمان‌های غیر دولتی هم نقش تعیین کننده تو این قضیه داشتن، کمک کرده به این مسئله. اعضای انجمنشون هم بیشتر افراد بازنشستن که حالا گروهایی هستن که تحصیل کردن و یا میشه اینجوری بگیم که فقط دغدغه میراث و فرهنگ خودشون دارن و تمام وقت و انرژیشون رو صرف اون میکنن و جمله فعالیت های این انجمن هم که نقش مهمی داشته توی حفظ میراث فرهنگیشون، یکی اطلاع رسانی بوده، بعد ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به میراث و هویت فرهنگی بوده و همچنین مستندسازی بوده که حالا این فعالیت ها شامل اقدامات ترویجی تبلیغی هم می شده، مثل حالا توزیع بروشور، تراکت و حالا چاپ کتاب، نمایشگاه، کنفرانس، بازدید، مثلا ورود به مدارس، حضور در رادیو تلویزیون و چاپ مطلب در مطبوعات و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی، مثلا روز میراث فرهنگی که تو اروپا هر سال ماه سپتامبر برگزار میشه و شناسایی و فهرست کردن عناصر میراثی و در مواردی درخواست ثبت اونها و جمع‌آوری اسناد قدیمی مربوط به شهر مثل روزنامه ها یا کارت پستال های قدیمی یا مرمت بناهای تاریخی و همکاری در تهیه طرح‌های شهری که از دیگر اقدامات این انجمن در راستای حفاظت و توجه به میراث فرهنگی فرانسه بوده. اما نکته حائز اهمیت دیگه هم میزان آگاهی و علاقه جامعه نسبت به میراث فرهنگیه. اون چه که در فرانسه مشاهده میشه حاکی از اینه که مردم به میراثشون علاقه مندن و حفاظت از اون رو ضروری میدونن و این اقدام دولت فرانسه برای ورود گردشگر به این کشور هم امکاناتی که در اختیارشون قرار میده هم خیلی اهمیت داره. به طور مثلا پروازهای ارزون قیمت میذاره یا مثلا کشورهای همسایه میتونن تو ساعت کمتری مثلا به اونجا برن یا حالا شبکه حمل و نقل قطارهای سریع سر میذارن و یا حتی در مکانهایی که اون
در واقع آثار هستش به مردم محلی اونجا و یا حتی مسافرانی که اونجا میخوان برن، خب خدمات خوبی ارائه میده. اما کشور بعدی هم کشور ایتالیاست که خب اونم آثار باستانی فراوانی داره که مهمترین اون رو میشه در شهر روم اشاره کنیم بهش. و این کشور هم اومده به منظور کنترل و تامین هزینه‌های سنگین نگهداری از آثار باستانی و تعمیرات بافت‌های قدیمیش از یه روش هوشمندانه مثل واگذاری به صورت اجاره یا کامل به بخش خصوصی استفاده کرده که حالا در سالهای اخیر با هزینه‌های سنگین تعمیرات نگهداری و همچنین درآمدزایی بناهای معروف، حالا مثلا برج پیزا یا فواره تروی، این تونسته این هزینه ها رو در واقع جبران کنه. حفظ این بناها به گفته یکی از مقامات این کشور به لحاظ اینکه بخشی از تاریخ ایتالیاست به عنوان جاذبه‌های گردشگری موجب درآمدزایی میشه اهمیت بسیاری داره. اما خطری که همیشه این بناهای تاریخی رو تو این کشور و بقیه کشورها تهدید میکنه واقع شدن اونها در مرکز شهرهای بزرگه و یا حتی در معرض بارانهای اسیدیه که آلودگی هوا حالا یا مواردی از این دسته. دولت ایتالیا به جای اینکه این بناها رو به دلیل هزینه‌های سنگین نگهداری آستان باستانی رها کنه و موجب لطمه دیدنش در واقع به تاریخ و تمدن کشورش بشه، اونم بخش خصوصیش رو جهت سرمایه گذاری توی این حوزه ترغیب کرده. اما راه چاره دیگه هم که این دولت انتخاب کرده بیش از 130 ساختمون تاریخی شو که چند تا قلعه و صومعه و کلیسا و برج‌های تاریخی هم میشه واگذاری کامل کرده این بناها رو به بخش خصوصی، اما به یه شرط که اونم تجهیز و تبدیل این مکان ها به جاذبه های توریستی مثل هتل و رستوران و سایر جاذبه ها بشه و همچنین این کشور برای حفاظت از اونا هم از دوربین های مجهز ارتش و پلیس به صورت شبانه روز در حالت آماده باش استفاده کنه. خب من نمونه دیگه هم شهر پراگ بود که حالا نمیگم اونو، به هر حال طولانی میشه. فقط یه نکته ای رو میگم چون حالا بناهای تاریخی توی این شهر وجود داشت اول که شهردارش اجازه نداد که برای بافت جدید خونه ها رو غیر از اون حالتی که هستش از قدیم بوده درست کنن و حتی از نظر طبقات رنگ و این حرفا. دومی که اجازه ندادن که در واقع اون تراموا حالا یا اون متروشون از اون بخش عبور کنه، این رو منتقل کردن که به یه قسمت دیگه ای از شهر که یه وقت باعث نشه که به اون بافت آسیب وارد بشه. اما تمام اینا نشون دهنده ای وجود یک مدیریت منسجمه در واقع بین مدیریت شهری و میراث فرهنگیه که حالا این اقداماتی هستش که این کشورها انجام دادن. حالا با توجه به اون نمونه‌ای که گفتیم میتونیم استفاده کنیم از این راهکارا تو کشورمون ایران که در ابتدا ایران هم خب چون اهمیت وجود آثار تاریخی و اهمیت تمدن کشور و حفظ و نگهداری اون چه حالا در مسئولش چه برای مردم برای که سطحش بالا بشه بالا بره میتونه در واقع یه الگو برداری کنه از کشورهای موفق که حالا تو این زمینه به این مهم دسترسی پیدا کردن، بعد بیاد مشکل عدم بودجه کافی رو همونطوری که در الگوهای دیگه کشورها گفته شد با ایجاد همکاری دو طرفه بخش خصوصی و دولتی برطرف کنه. در واقع با یه سرمایه گذاری بخش خصوصی دولت هم میتونه به درآمدزایی برسه و هم از آثار تاریخی کشور محافظت و نگهداری کنه. بعد مرمت بناهای تاریخی با ارزش، بهسازی معابر، گذرگاه‌ها، محوطه‌های داخلی، بافت پل‌ها و آثار باستانی در موزه‌ها با حمایت بخش خصوصی که لازمه تحقق این امر، ایجاد مشوق‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در برنامه حفاظت و احیای این آثار انجام بشه. و تمام دستگاه باید به یک اجماع ملی در حفاظت و احیای آثار برسدن بیاد. در غیر این صورت معجزه‌ای رخ نمیده. اما اهداف اساسی
پروژه همکاری بخش دولتی و خصوصی رو در راستای بازسازی بنای تاریخی میتونیم حفظ هویت بنای تاریخی و احساس وطن دوستی در مردم و رسیدن به مفاهیمی با ارزشتر از بازسازی و نگهداری آثار تاریخی با نگاه ویژه به سرمایه‌های ملی به جای منابع درآمدی، احساس مسئولیت بیشتر مردم نسبت به حفظ بنای تاریخی با ورود بخش خصوصی به این حوزه و افزایش موقعیت‌های شغلی با کارآفرینی و یا و یاری به فقر زدایی و بازسازی کامل بناهای تاریخی در مدت محدود باشه که این در واقع بشه به عنوان هدف اصلی. و اهداف دیگه هم با انجام این پروژه‌های بازسازی مد نظر هست. یکی رشد و پیشرفت شهریه. خب با واگذاری این پروژه به بخش خصوصی مشاغل بسیاری ایجاد میشه. و حفظ تنوع بین فرهنگیه که توجه به اقوام مختلف میشه به گونه‌ای که فرهنگ و قومیت‌های محلی با جذب توریست بیشتر معرفی میشن. بعد دسترسی یکسان به منابع است که حالا زمینه برای مرکز زدایی رو فراهم کنه و سرمایه لازم به منظور رشد مناطق دور از پایتخت مهیا بشه. حفظ همکاری بین شهروندانه که مثلا با دعوت از عموم برای بازسازی احساس تعلق خاطر به هویت فرهنگی بین مردم بیشتر بشه. و همچنین حفظ هویت شهریه که حالا اونم باز با بازسازی بناهای تاریخی مردم هیچ وقت ریشه تمدن و فرهنگ خودشون از یاد نمیبرن. چون که خب این آثار تاریخی به عنوان نماد فرهنگی هویت تاریخی مردم رو حفظ میکنه. و افزایش احساس افتخار ملیه که هدف نهایی از بازسازی آثار مفهومی با ارزش تر از درآمد داره که با دیدن بنای تاریخی اونم در شرایط مناسب و جذاب به کشور خودشون احساس بهتری پیدا میکنن. فرهنگ سازی و آموزش هم نقش خیلی مهمی در کمک رسانی به این هدف داره و وقتی اطلاع رسانی و آموزش در سطح کشور به شکل گسترده انجام بشه احساس مسئولیت شهروندی هم بالا میره. و دیگه شاهد بناهایی با هویت کهن و در واقع زخم بر پیکر خود نباشی مثل دیوارنویسی ها یا کندکاری ها. در واقع این رفتار خود مردم نسبت به این آثاره که این اهمیت خیلی زیادی داره. بعد میتونیم از تجربیات و ایده های افرادی که سطح دانش اونا در این زمینه بالاست و همچنین ایجاد فضای مناسب برای رشد دانشجویان و رشته های تحصیلی مربوط و همچنین به کارگیری دانش و ایجاد شغل‌های در این زمینه که خودش باعث تشویق و ترغیب اونا به همکاری میشه. و همطور پرورش و آموزش نیروهای انسانی برای حراست و نگهداری از اهمیت بالایی برخورداره که در واقع میتونیم در مقابل مشکل عدم نیروی کافی برای حراست از راهکارهایی مثل سربازای وظیفه رو در جهت آموزش حراست آثار تاریخی در تمامی موارد استفاده کنیم که هم هزینه کمتر برای دولت داره هم که دوران خدمت سربازا مثلا در راستای هدف بزرگ سپری میشه. با توجه به تمامی موارد گفته شده دولت باید در این راستا به حفظ آثار و تمدن بپردازه و هم فکر گسترش صنعت گردشگری و جاذبه‌های توریستی باشه که نتیجه اون رونق اقتصادی کشور میشه. البته که خود اون نیاز به زیرساخت‌های مناسب داره اما در مجموع تمام اون موارد بسته به یک مدیریت کامل و جامع است در سطح کشور که همراه با ایجاد یک مدیریت منسجم بین مدیریت شهری و مدیریت میراث فرهنگی. حالا در راستای رسیدن به این هدف باید از ظرفیت بناهای تاریخی که به عنوان گنجینه ارزشمند گذشتگان محسوب میشه و میتونیم در جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک شایانی داشته باشه بهره برد و نباید در این عرصه با فرصت سوزی و هدر دادن سرمایه های معنوی سبب سرشکستگی در برابر آیندگان باشه. خیلی ممنونم از شما دوستان که منو گوش دادین. اگر که سوالی باشه در خدمتتون هستم. ممنون از شما خانم بیرجندی. ممنون بر موضوعی که انتخاب کرده بودین. یه نکته که من یاد آمد که یادآوری کنم این که ما یک رشته تحصیلی داریم در دانشگاه ایران با عنوان مرمت آثار باستانی که یادم تا جایی که یعنی من اطلاع دارم متاسفانه سرفصل‌های این درس اصلا یه جورایی غیر مرتبطن
و در نهایت فارغ التحصیلان این رشته اصلا نمیتونن به راحتی کار پیدا بکنن، که حالا توی بحث آزادمون به این موضوع اشاره میکنیم. اما یا گفتم یادآوری بکنیم از همین گنبد مسجدی که چند وقت پیش، مسجد گوهرشاد که چند وقت پیش بازسازی شد و دیدیم که چقدر اشتباه، یعنی فکر انگار که آدم هایی که اصلا علم این کار رو نداشتن رفتن این کار رو انجام دادن و یه آثار با ارزش باستانی که مال سالها قبل بود رو به راحتی خراب کرد، در واقع از بین بردن این اثر. و موضوعی هم که خانم بیرجندی بهشون اشاره کردن که نظر من خیلی موضوع مهمیه که واقعا با نیازه که ایران بهش اهمیت بده، اینکه آثار تاریخی میتونن جذب توریست و گردشگری داشته باشن و یکی از منابع، در واقع جذب منابع برای ما، ولی خب متاسفانه اصلا به این موضوع اهمیتی داده نمیشه اونطوری که حالا باید و شاید، و همینجور اخباری که میبینیم و میشنویم روز به روز در اتفاقات بدی برای آثار باستانی ایران میفته. همین چند وقت پیش بود که برای شیراز، برای اون بافت قدیمی شیراز اتفاقی افتاد و زدن نابود کردن که حالا عرض خیابون رو گسترش بدن یا هر چیزی توی مایه ها. خیلی هم عالی. دوستا اگه موردی هستی میخواین اضافه کنید به موضوع سخنرانی خانم بیرجندی، میشنویم ازتون. خب بخش بعدیمون در مورد خودتون خانم بیرجندی بفهمید. ببخشید من کوچیکم سفر ندیدم. مشکلی نیست. من فقط یه نکته ای رو می‌خواستم بگم که حالا تو سخنرانی نگفتم. به هر حال شهرهای مثل کاشان، یزد، مثلا خوره اصفهان و اینا خب برنامه تاریخی درش زیاده. حالا نمیدونم چقدر از دوستان دیدن اینو، ولی یه کاروانسرایی بود که در واقع اونا رو بسیج گرفته بود و اینا به خاطر اون عکس و نقاشیایی که روی دیوارا کشیده شده بود اومده بودن برای که بپوشوننش گچ گرفته بودن روی اینا و در واقع به خاطر حالا پایگاه بسیجی که درست کردن زدو در این آثار رو تخریبش کردن، که حالا بماند که یه سری از مردم تونستن با هر از هر روشی شد اونجا رو پس بگیرن، ولی خب برگردوندن اون اثر رو به حالت اولش دیگه تقریبا امکان پذیر نبود. حالا تا اونجایی که من اطلاع داشتم. بله متاسفانه از این قسم اتفاقا خیلی زیاد بود که آثار مخصوصا نقاشی های قدیمی در واقع که روی دیوار بودن، دیوار نگاره های قدیمی خیلی خیلی زیاد دستمایه تغییرات قرار گرفتن، گچ و سیمان و این داستان ها اومدش و کلن اثر هنری از بین برد. و همینطور که خانم بیرجندی اشاره کردن، بازگشت این آثار اصلا میتونم بگم تقریبا غیر ممکنه. بله متاسفانه ما سرمایه های زیادی رو از سر عدم آگاهی از دست دادیم. خب مورد دیگه هست دوستان بخواین اضافه کنیم؟ میریم سراغ بخش فرهنگی فراخانمون که در مورد عباس معروفی و آثارشه که من خودم این بخش رو خدمتتون ارائه میکنم. عباس معروفی شاید خیلی از ماها از روی اثر سمفونی مردگان بشناسیم، اما اونهایی که قلم عباس معروفی دنبال میکنن میدونن که عباس معروفی تنها هنرش در واقع مهارت نوشتن نبود و کارهای دیگه هم، یعنی فعالیت‌های هنری دیگه هم داشته. عباس معروفی نویسنده برجسته و سبک کشورمونه که سال 1336 در تهران به دنیا اومد. او فرزند آرام و حرف‌گوشکان یک خانواده مرفه بود که در محله بازارچه نایب السلطنه زندگی میکرده که بیشتر کودکی خودش رو تو کنار مادر بزرگش گذرونده و دوران مدرسه رو با موفقیت پشت سر گذاشته، دیپلم ریاضی گرفته و بعد از سربازی در رشته ادبیات دراماتیک در دانشگاه هنرهای دراماتیک تهران مشغول به تحصیل شده. از همون نوجوانی هم که در مغازه پدرش مشغول به کار بوده، کار طلاسازی و
این چیزا انجام میداده، ولی خب رویاش همیشه نویسندگی بوده و همه تلاشش کرده که به این رویاش برسه. سال 1354 علاقش به ادبیات و مطالعه آثار نویسندگان بزرگ رو شروع میکنه و در واقع دوست داشته که وارد دنیای نوشتن و نویسندگی بشه، که همزمان 18 سالش بوده که با محمد علی نویسنده معاصر آشنا میشه و ازش خواهش میکنه که اونو به سمت نویسندگی هدایت کنه، در واقع راهنماش باشه توی این مسیر. 4 سال بعدش توی سال 1358 پس از تلاشای بیشتری که انجام میده با در واقع ارتباط بگیره با نویسندگان معروفی که توی اون زمان حضور داشتن، ارتباط میگیره با هوشنگ گلشیری که از ایشون هم درخواست میکنه که نوشته هاشو بخونن و براش کلاس بذارن، کلاس های در واقع آموزش نویسندگی براش بذارن. بعدها با جلب رضایت گلشیری و اجازه برای شرکت در کلاس های داستان نویسی، راه حرفه‌ای شدن در واقع در نویسندگی رو پیش میگیره. و همچنین در همین سال با محمد سپانلو شاعر آشنا میشه و در واقع شعر نویسی رو هم، شاعر بودن رو هم شاید بهتر بگم، در پیش میگیره. و سرانجام عباس معروفی در سال 1359 موفق شد که اولین مجموعه داستانش رو به نام روبروی آفتاب منتشر بکنه. فعالیت عباس معروفی فقط به حوزه نویسندگی در واقع معطوف نمیشه، همونطور که اشاره کردم. او 11 سال در دبیرستان‌ها و خب خوارزمی و این چیزها تدریس ادبیات انجام داده و در سال 1369 یک مجله تأسیس کرده با عنوان گردون که در واقع یه مجله تخصصی در مورد ادبیات بوده، مطبوعات ادبی در واقع میشه گفت، توی این حیطه بوده این مجلش. کارهای دیگه، فعالیت دیگه که انجام میداده، مدیریت هنری از دیگر کارهای بوده که انجام میداده و از سال 66 به اون مشغول بوده. مدیر ارکستر سمفونیک تهران بودن و مدیر روابط عمومی و مدیر اجرای صحنه‌ای. همچنین بازه زمانی هم مجله موسیقی آهنگ رو منتشر میکنه که از جمله فعالیت ارزشمند آقای معروفی میتونیم بگیم در زمینه موسیقی بوده. همطور که اطلاع دارید احتمالاً توی ایران خب به بحث موسیقی اصلا توجه نمیشه، کما اینکه ما مجله‌های تخصصی موسیقی هم نداریم در ایران و میتونم بگم یکی از برجسته ترین مجله های مرتبط با موسیقی مجله آهنگ بوده که آقای عباس معروفی انجام دادن این کار. عباس معروفی در روایت داستان صاحب سبکه، نه اینکه نوشته هایش صرفا در دست خاصی قرار بگیره، بلکه بیشتر به سبک خودش می نویسه و اگه با سبک نوشتنش آشنایی نداشته باشین، اینجوریه که اصلا جذب کتاباش نمیشین و بعد از اینکه 10-15 صفحه از کتاب خوندین تصمیم میگیرین کتاب ببندین بذارین کنار. اما اون سبک خاصی داره و باید اگر کتابای عباس معروفی دست میگیرید صبور باشین. تلخی و گزندگی جزء جدا نشدنی از آثار عباس معروفی هست. او با چنان قلم ماهرانه این تلخی ها رو جرعه جرعه به مخاطب میچشاند که هیچگاه حتی پس از سالها داستان ها و حال و هوای کتابش از یاد مخاطبین نمیره. در واقع تلخی روایت های او تلنگری است برای اینکه بیشتر به خودمان بیاییم و با آدم های دور و برمان بهتر رفتار کنیم و برای داشتن جامعه بهتر تلاش کنیم. اکثرا هم موضوع داستان هایی که ایشون انتخاب میکرده از دل جامعه برمی اومده و اون میپوشیده با نشان دادن عمق درد آدم های داستانش مخاطب را نه فقط به همدردی، بلکه او را وادار به همدردی میکرد. در واقع همزادپنداری رو توی شخصیت های داستان های عباس معروفی داریم. او با بهره گیری از توصیف دقیق شخصیت ها و روایت داستان از زاویه‌های مختلف، جریان سیال ذهن و فلش بک های به موقع
که اینا همش در واقع سبک نویسندگی آقای عباس معروفی هست رو حین روایت گاه زبان تن تمسخر به بررسی وضعیت جامعه به زیبایی این کار رو انجام میداده. شخصیت هایی که اون برای نوشتن از اونها استفاده میکرده به نوعی قربانی های جامعه روزگار خودش بودن و در واقع او از شخصیت ها به مثابه نمادی از جامعه بزرگتر استفاده میکنه که تقریبا میتوان گفت که در هر دوره هم از این آدم ها وجود داشتن. معرفی اول مجموعه داستان او در اوایل انقلاب منتشر شده بود که گفتیم بهتون اسمش رو و بعدش در سال 63 کتاب صنفای مردگان رو شروع میکنه به نوشتن که نزدیک به 5 سال طول میکشه و این کتاب 5 سال طول میکشه که این کتاب چاپ بشه. به خاطر همین قبلش یه سری کتاب های دیگه داشته، اونا منتشر میشن که نمایشنامه هستن به اسم ورگ، دلی بای و آهو، تا کجا با منی و مجموعه داستان آخرین نسل برتر. بعد از اینکه کتاب سمفونی مردگان چاپ میشه خب خیلی سرصدا میکنه و این نویسنده بیشتر شناخته میشه نسبت به قبل که کتاب سال بلوا و تماما مخصوص فریدون سپسر داشت دوب شده هم بعد از کتاب سمفونی مردگان به ترتیب جز پرمخاطب شدن کتابهاش قرار میگیرن. و این که بله بنمایه کتاب های در واقع عباس معروفی اکثرا تلخ هستند و این که ما متاسفانه آقای عباس معروفی رو دهم شهریور 1401 در سن 65 سالگی از دست دادیم. معروفی شهریور 1399 نخستین بار از ابتلای خودش به سرطان خبر داد و نوشت: سیبیل دانشمند به من گفت قصه یعنی سرطان، قصه نخوری یه وقت معروفی، و من قصه خوردم و متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. امیدوارم که روحشون قرین رحمت بشه. این از بخش فرهنگی. دوستان اگر تجربه از مطالعه آثار آقای معروفی دارید و میخواییم با ما به اشتراک بذارید ممنون میشم که بشنوم ازتون، یا کتاب خاصی هست که ازشون خونده باشید و بخواین پیشنهاد بدیم به ماها. خب مرسی، من داشتم سعی میکنم مایکمو باز کنم. پس میریم سراغ بحث آزاد. فکر میکنم حق اشتغال برای همه در حیطه هنرمندان این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. بله، بحث آزاد، حق امنیت شغلی. من یه سری آمار از اینترنت گرفتم در مورد همین مسئله امنیت شغلی و آمار بیکارانی که در حال حاضر متاسفانه توی ایران داریم، که اول یه بررسی کوچولو اینا رو بکنیم و بعد با هم به عوامل بیکاری در واقع یا نبود شغل بپردازیم. مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری که انجام داده در بهار سال 1401 13% جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران بیکارن که توی میشه حدوداً 40% از کل بیکاران رو تشکیل میدن. یعنی فارغ التحصیلان بیکار 40% از کل بیکاران ایران رو تشکیل میده و سهم زنان نسبت به مردان در نرخ بیکاری بیشتر متاسفانه، مخصوصاً در مناطق روستایی و کم امکانات. بنابر اعلام مرکز آمار، اندازه‌گیری اشتغال و بیکاری در طرح آمارگیری این نهاد از تعاریف بین‌المللی تبعیت میکنه و شاغلان افراد 15 ساله و بیشتر را در بر میگیرد که در طول هفته حداقل 1 ساعت
کار کرده باشن و به طور موقت کار خودشون رو ترک کرده باشن. همچنین افرادی که در ازای کار خود دستمزدی نمیگیرن، کارآموزان و محصلان و نیروهای کادری یا موقت، مثلا نیروهای مسلح که همون سربازان وظیفه هستن، شاغلان محسوب میشوند. نتیجه تر آمارگیری نیروی کار نشون میده که 6.16% از جمعیت 18 تا 35 سال در بهار سال 1401 بیکار بودند. این نرخ برای افراد 15 تا 24 سال حدود 24% اعلام شده. مرکز آمار ایران همچنین گفته که نزدیک به 10% جمعیت شاغل در ایران در این مدت دارای اشتغال ناقص بودند. و بخش خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب بیشترین شاغلان رو به خود اختصاص داد. و نگاهی به جزئیات بیکاری تا استان‌های مختلف که حالا با در واقع یه نگاه جغرافیایی هست، آمار جغرافیایی هست که میگه کرمانشاه با 4.15% بالاترین نرخ بیکاری رو نسبت به سایر استان‌های ایران داشته و همچنین بعدیش استان زنجان هست که به ترتیب آمار بیکاران رو میگه. من فکر کردم که در مورد اینکه علل در واقع اینکه هنرمندان اول به این صورت بپردازیم نسبت به دیگر مشاغل جامعه میتونم بگم امنیت شغلی کمتری دارن بپردازیم، فکر میکنید چه عواملی باعث این موضوع میشه؟ و در نهایت هم بررسی کنیم و به این موضوع بپردازیم که راهکارهایی که میشه ارائه داد برای اینکه این موضوع از بین بره چه خواهد بود. خانم سارا ایران پناه دستتون بالاست، بفرمایید. استاد عذر میخوام، خیلی خیلی عذر میخوام. مثلا خدمتتون عرض کنم که ما الان جلسه چهارم کلاسمون شروع میشه، میتونیم از اینجا خارج بشیم؟ بله عزیزم، اینجا جلسه ماهیانه کمیته هنر هست که ما هر ماه انجام میدیم و این کلاس آموزشی نیست و شما میتونید هر وقت که مایل بودید تشریف ببرید. ممنون که شرکت کردین توی جلسه. خواهش میکنم. تشکر میکنم. من سارا ایران پناه هستم، دخترم هما مجاهد و اون یکی دخترم سارا سحر بینا. خیلی خوشبختم. موفق باشین، شبتون خوش. خدا نگهد. خدا نگهد. خب برگردیم سر بحث خودمون و بررسی کنیم این که به نظرتون عواملی که منجر به این میشن که هنرمندان نسبت به دیگر مشاغل از امنیت شغلی پایین‌تر برخوردار باشن چیست؟ سوال رو در واقع اینجوری مطرح می‌کنم، حالا می‌تونید در موردش صحبت کنید. یکی از مسائلی که حالا نه تنها به هنر به صورت کلی میشه در موردش صحبت کرد، رابطه رشد اقتصادی و بیکاریه. بفرمایید خانم ویرجندی، اول شما رو بشنویم. ممنون، مرسی که فرصت رو دادین. جواب سوالی که فرمودین، من فکر میکنم که اولین علتش اینه که هنرمندا، حالا مخصوصا بازیگرا، کاراشون به صورت پروژه‌ایه در واقع، حالا برای فیلم و سریالی هستش یا حتی پروژه های هنری که هنرمندا دارن. حالا من اختصاصا به بازیگرا مثلا در موردشون صحبت میکنم که به این صورت و حالا در واقع تا اتمام اون پروژهشون، حالا ممکنه یه هنرمند در سال یک بار یه پروژه داشته باشه و یه هنرمند میبینید چندین پروژه سینمایی داره که بخواد کار بکنه. اما یه موردی خیلی مهم هست، همون قضیه مافیای در واقع سینمای ایران هست که حالا نقش رو یا اون بازی در اون پروژه که هست رو در واقع به انتخاب تهیه کننده یا کارگردان یا حالا هر چیزی که بخوایم اسمشو بذاریم که پروژه دستش هست، به صورت مافیایی در واقع انجام میشه.
و ما الان شاهد این هستیم که خیلی از هنرمندای کشور ما الان سالهاست که هیچ خبری ما ازشون نداریم و گلمندن واقعا از این قضیه، به خاطر که اون هنرمندم عین من و شما در واقع تو اون کشور داره زندگی میکنه با همون هزینه هایی که هست، اونا به هر حال خونه ای اجاره خونه ای هزینه به هر حال دارند و اینکه کار براشون ایجاد نمیشه به خاطر اون روابط و اون چیزایی که بین کارگردان و تهیه کننده هست با اون بخشی که گفتم، اینه که مجبور میشن که به شغل دوم یا سوم رو بیارن که ما اکثرا هم میبینیم که حالا من نمیگم خیلی شغلایی که میتونه درآمد خوبی داشته باشه و حتی یکی از هنرمندا من یادمه اسمشون البته فراموش کردم که مثلا توی آژانس اتومبیل کار میکرد، مثلا این یکی از کاراش بود، یکی رستوران داره، یکی کافه داره، به این صورت کار میکنم. و نکته بعدی هم من فکر کنم به خاطر اینکه اینا اون صندوق حمایت از هنرمندان حمایتشون نمیکنه، بیمه ندارن که حتی اگه حتی بیمه بیکاری ندارن در واقع، که اگه یه زمانی کارشون رو کار نداشتن یا به سن بازنشستگی رسیدن هم هیچ حمایتی ازشون نمیشه. حالا این سه تا نکته تو ذهن من بود، اگر باز چیزی به ذهنم رسید حتما با شما به اشتراک میذارم. مرسی، چه خوب مایکم باز. ممنون از شما خانم بیژندی. بله، به نکات به نظرم درستی اشاره کردید. آقای محمدپور از شما هم میشنویم. بله، تشکر میکنم خانم بیژندی برای نکات خوبی که اشاره کردن و اینکه میخواستم منم اشاره بکنم در پیرو صحبت ایشون به اینکه یه بخشی از این بی‌ثباتی به اصطلاح کارهای هنرمندی ما منوط به رفتار یا سازششون با جمهوری اسلامیه. یعنی اینکه اگر به ساز من رقصیدید حکومت میگه خب شما هم میتونید به صلاح ادامه بدید، و اگه نه یا عاقبتتون حذفه یا عاقبتتون زندانه. حالا مثل آقای دهخان که الان تو زندانه، مثل خیلی کسای دیگه که حالا یا نویسنده بودن به صلاح یا هر سمت دیگه داشتن، نظر شما رو میخواستم در این رابطه بدونم. ممنونم. بله آقای محمدپور، درست میگی. این در واقع همون جزئیات به نظرم نبود حمایت دولتی هست از هنرمندان، اینکه خب هنرمند آزادانه تصمیم نمیگیره که در واقع هنرش رو به چه صورت یا در قالب چه موضوعاتی ارائه بده میتونم بگم. و این برمیگرده به همین که ما توی ایران متاسفانه آزادی بیان و آزادی عقیده نداریم و این نهایتا منجر به این میشه که هنرمندی که کارش نویسندگی هست تنها راهیه که بلده ازش امرار معاش کنه، متاسفانه با بن‌بست روبرو بشه، یا نهایتا همطور که شما اسم بردین یا یکی مثل آقای برکش آبتی بیافتن در واقع زندان و نهایتا اونجا کشته بشن. این اتفاقیه که بر هنرمندانی که حالا همطور که شما گفتین توی راستای خواسته های دولت قرار ندارن، در واقع میان مقابلشون قرار میگیرن، این اتفاقی که برای این دسته از هنرمندان توی ایران میفته. اما یه مسئله دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد به نظر من اینه که اصلا به این موضوع بپردازیم که آیا هنر جایگاهی در واقع در ایران داره یا نه. حالا خارج از بحث بازیگری، حالا میگم یه رشته شناخته شده در کل دنیا هست که باز هم مشکلات خودش رو دارم، تو که خانم بیرجنده شرکن یه سری از بازیگرها اصلا یکی دو تا پروژه تو کل زندگیشون انجام میدن و محو میشن، حالا به هر دلیلی ممنوعیت کاری دارن، ممنوعیت تصویر دارن. یه سری هنرهای دیگه هستن که این هنرها واقعا اصلا بهشون پرداخته نمیشه، یا مثلا هم موضوعی که خانم اسماعیلی بهشون اشاره کردن، هنر قالی بافی، فرش بافی توی ایران واقعا هنریه که خیلی خیلی سخت
با این که من تا میدونم که این هنر میتونه یعنی جز به هنرهای خیلی پردرآمدی هست در ایران، به خاطر اینکه هنر فرش با دست کلن کارهای دستی خیلی پول خوبی بابتشون باید در واقع پرداخت کنن، اما چون هنر فرش‌بافی اصولا توی مناطق محروم انجام میشه، چیزی که من خیلی وقت پیش راجبش یه مقاله خوندم، به این صورته که یک سری انسان هستن که حالا با نمیدونم دوست دارن کمک کنن به این افراد یا نه به فکر خودشونن، یک چجوری بگم جامعه های کوچیکی از زنان قالیباف رو تشکیل دادن به سرپرستی مثلا یک نفر و اون یک نفر هست که همه مسائل مالی رو در واقع هندل میکنه و اون چیزی که حق واقعی یک هنرمند قالیبافه در واقع بهش نمیرسه و همه سود اون این هنر میرسه به یه افراد خاصی، اونایی که میدونن باید چی کار کنن و دارن از عدم آگاهی بافنده ها در واقع سوء استفاده میکنن. این یه اتفاق دیگه هست که بعضا من امنیت شغلی این دسته از هنرمندان رو توی ایران به خطر میداده. حالا همینطوری میتونیم به چند تا از هنرهای دیگه مثلا توی ایران بپردازیم. یکی موزیسین ها هستن، یکی خواننده ها هستن توی ایران. حالا خواننده های زن که اصلا نداریم توی ایران، نمیتونن فعالیت داشته باشن. بعضا با آقایون هم مشکل دارن، چقدر توی سال اخیر ما با کنسلی کنسرت ها مواجه شدیم. خب هنرمندی که خواننده است یا نوازندهی که در اون بند داره کار میکنه مثلا شاید منبع درآمدش فقط همین باشه، شاید فقط داره توی اون بند کار میکنه و میبینیم که اتفاق برش میفته و دستمزد نمیتونه داشته باشه و نهایتاً خیلی زیاد من سراغ دارم فارغ التحصیلان موسیقی ایران که دارن جلوی پارک ها نوازندگی میکنن تا بتونن از این روش امرار معاش کنن، چون جای دیگه نمیتونن هنرشون رو در واقع ارائه بدن و ازش منبع درآمد داشته باشن. این یکی دیگه از اتفاقاتی هستش که متاسفانه توی ایران برای این دسته خاص از هنرمندان هم میفته. حالا اگر شما دسته خاصی از هنرمندان هست که بخواییم بگیم میشنویم ازتون. آقای محمد شما مایکتون بازه، میخواییم چیزی بگیم در این باره؟ مرسی، بفرما، خواهش میکنم. بفرما خواهیم بگیم جنگ. خانم تجارم عزیز، من فکر کنم که اون نکته که آقای محمد پور گفتن میتونه دقیقا دلالت کنه به همه. مثلا ببینید الان ما همین هنر فرش بافی، هنر منبت کاری داریم، هنر خدای فراموش کردم قلم زنی داریم، گبه بافی داریم. اینا یه سری هنرهایی هست که واقعا ارزشمنده و بسیاری از جای دنیا براش واقعا بها ارزش خاصی قائلن. اما همونطور که گفتین، حالا شما میگید به خاطر کمک، نه، یک سری آدم هستن تو این قضیه هم باز هم اون مافیایی که میگم وجود داره، اما یک سری آدمایی هستن که حالا از طریق سرمایه گذاری که میان انجام میدن میتونم اسمش رو بذارم به این صورت، بذارم بردگی مدرن در واقع، شاید بشه اینو بشه، چون تو مناطق محروم میان از حالا کسایی که زنایی که تنها هستن، سرپرست خانواده هستن یا به حال نمیتونن در واقع باید کار کنن تا بتونن هزینه زندگیشون رو فراهم کنن، میان از این جور آدما. به نظر من به خاطر اینکه اون حقشون که شما گفتین رو بهشون پرداخت نمیکنن، سوء استفاده میکنن. اگر که من یه کار رو انجام بدم به یک مبلغی که مناسب هست برای من و درست هست، قبول میکنم و کار، ولی اگر از روی اجبار برای اینکه بتونم اموراتم رو بگذرونم، نخواه، این واقعا
اون همون اون برنامه مدرن این میشه که عرض کردم. از اون طرف هم باز هنر موسیقی رو بخوایم در نظر بگیریم، ما چقدر الان خواننده داریم، چقدر هنرمند داریم که واقعا حالا چه از لحاظ موسیقی علم و دانششو دارن، چه حالا از نظر صدا و هر چیزی، ولی اینا فقط دارن به صورت زیرزمینی و غیر مجاز کار میکنن، به خاطر اینکه نتونستن تا حالا این همه کاری که انجام دادن رو برای یک دونش حتی از ارشاد بتونن مجوز بگیرن. یه نمونهش هم که خیلی برای همه ماها مهم بود، مثلا همین آقای شادمهر عقیلی، زمانی که این خب چرا از ایران رفت و واقعا موسیقی رو میدونست، واقعا هنرمند بود، به نظر من باید ارزش اون آدم ها تو کشورمون دونسته بشه و حفظ بشه. حالا دیگه در موارد دیگه که گفتین، مثلا کسایی که هنرمند نقاشی میکشن، تابلو نقاشی میکشن، ما خیلی از نقاشامون رو داریم که گالری میزنن و میان گالریشون رو جمع میکنن، گالریشون رو میبندن. چهار تا از اون چیزای قوانینی که مثلا خودشون درست میکنن، امنیت ملی و نمیدونم اینه که الان به همه همینو میگن، چهار تا نمونه اینا رو درست میکنن و میان این انگو بهشون میزنن و در واقع کارگاه تولیدیشون رو یا اون گالریشون رو یا هر چیزی رو میبندن. به این صورته که واقعا اگر باهاشون یک دست باشن جماعت هنرمندان، بله اونم باز تا حدودی میتونیم بگیم که میتونن روزمرگیشون حداقل بگذرونن یا کارشون انجام بدن. در غیر این صورت واقعا حذف میشن از توی جامعه هنرمندان. ممنونم که مایک رو به من دادید. ممنون از شما برای مشارکت. خب الان اگه بخوایم وضعیت در واقع راهکاری رو بررسی کنیم، اگر کلیت رو در نظر بگیریم و همطور به موضوعاتی که دوستان اشاره کردن تا الان، اینکه باید هنرمند همسو باشه با دولت و اگر نباشه حذف میشه، شما به عنوان آدم هایی که هنرمند هستید یا دغدغه هنر دارین یا دارین در واقع در مورد نقض حقوق هنرمندان صحبت میکنید، نظرتون اینه که یک هنرمند به خاطر اینکه بتونه امرار رو معاش کنه باید همسو بشه با دولت یا نه قید شکم روزمرگی بزنه و هم کاری که دوست داره رو انجام بده؟ از این دو راهی آیا راهکاری شما به عنوان یک هنرمند اگر الان توی ایران بودیم و خودتون رو بذاریم به جای آدم هایی که الان دارن توی هنرمند هایی که در الان توی ایران زندگی میکنن، واقعا کدوم راه انتخاب میکردیم؟ ترجیح میدادید کدوم وری باشیم؟ اینجوری بگم شاید آسون تره. بفهمه مرسی عزیزان، هنگ مشاهده کرد. من فکر کنم اگه من بودم، به عنوان که خودم بخوام بگم چه کاری انجام میدم، اگر واقعا دغدغه هنر داشتم، مطمئنا خب مثل بقیه هنرمندان انتخاب نمی کردم اون مسیری که رفتن همسو شدن رو انتخاب نمی کردم و شاید در نهایت اون رو در نهایت میگم اگه واقعا مثل بقیه هنرمنده که میبینی دستشون واقعا به جایی نمیرسه، هیچ کاری نمیتونن بکنن، حالا یا اونایی هم که کار انجام دادن الان گوشای زندان هستن، شاید اون هنرم رو، حالا هر چی که بود رو، شخصی برای خودم میکردم، یعنی میذاشتم که اون خلاقیت خودم رو انجام میدادم، اون چیزی که دوست داشتم رو خلق میکردم، اما شخصی برای خودم یا حداقل نزدیکانم، یعنی به این صورت نمیومدم اون رو در جامعه بخوام در واقع چی میگن به معرض نمایش بذارم. آره، ولی اگه دغدغه هنرم رو نداشتم و بهش فقط به چشم یک شغل نگاه میکردم و مثلا میگم بقیه که چون از تو همین دسته که میگی در واقع سه تا دسته، یه دسته همسو شده رفته، یه دسته الان تو زندان ها هستن و شاید هم یه دسته ای اصلا کلن گذاشتن کنار این قضیه رو چون دیدن نمیتونن کار بکنن، یه دسته هم که از ایران خارج شدن. بله، یه دسته هم واقعا از ایران خارج شدن، این در واقع راست میگه شما، میشه چهار دسته، یا باید بذاری بری یا اصلا کلن قید هنر رو بزنی یه شغل دیگه ای، یه کار دیگه ای رو برای خودت درست کنی،
و یا اینکه همسو بشی با اون جماعت ها بتونی زندگی کنی. این دیگه من واقعا راهکاری در مورد جمهوری اسلامی به ذهنم نمیرسه. متاسفانه. آقای محمد رو بفرمایید. بله متشکرم. خانم بیرجندی هم به نکات خوبی اشاره کردن و اما نظر منم اینه که الان خب خیلی ساده است، من یه جواب کوتاه میتونم بدم که اگه منم بودم این کارو نمی کردم، ولی اگه بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، من اگه زمانم تموم شد و هم بگید چون یه مقدار طول فکرم بکشم، اگه من در واقع بینانه خواهش میکنم بفرمایید، چون شرکت کننده زیادی نداریم در بحث آزاد. اگه ما بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، بعضی اوقات میشه گفت جو هم حاکم بر افکار مردم. یعنی چی؟ یعنی که شما فکر کنید تو جامعه‌ای دارید زندگی میکنید که قدرت فکر کردن از شما میگیرن، اینجوری که ترور فکری میشید. یعنی صبح صدای اذان میاد، زور صدای اذان میاد، شب صدای اذان میاد، هر موقع هم تلویزیون رادیو به شما برمیخوره، حالا یا گوشت میخوره یا چشت میخوره، هر چی هم نخوای اینا رو دنبال بکنی اینا رو داری میبینی و اینا رو تاثیر میذاره. برای مثال یه پروژه‌ای بود به اسم سپانیر واقع در خیابون یاسر سمت نیاور. عرضم به حضورتون که صبح طبق معمول ما داشتیم میرفتیم دفتر، توی آسانسور آخونده، این یه کوچولو راجب سپانیر بگم ببخشید، سپانیر پروژه‌ای بود برای دور زدن تحریم‌های نفتی زیر نظر سپاه، یعنی این که ساختمان جلویی به اسم ستاره کیش بود و ساختمان پشتی کلن مقر سپاه. اینطوری بود که ستاره کیش انگار که یه بابک زنجانی داره نفت رو میفروشه، ولی کل حساب و کتاب و به صلاح مدیریت خب با سپاه بود. مهمون خارجی هم که میومد از در ستاره کیش وارد میشد و فقط این ساختمون از زیر همکف بود که به همراه داشت و هیچ موقع کارمندان سپاه اجازه ورود به اون بخش ما نداشتیم، چون تیپ ما باید اولا که ریش بد میذاشتیم، دوباره که باید مثلا با لباسای آستین بلند و مخصوصا اگه ایام به اصطلاح شهادت بود که حتما باید لباس مشکی و تیره میپوشید. بمانم وارد جزئیات نشم. عرضم به حضورتون که تو آسانسور گفتش که ساعت 7:30، ببین 7 اونجا صبحونه میدادن، 7:30 بعد میرفتیم دفتر، 7 اون آخوند تو آسانسور ما رو دید که کجا دارید میرید، گفتم خب بریم دفتر طبق کار طبق روال کاری، گفت امروز برنامه زیارت عاشوره، حتما بیاید اول بریم زیارت عاشوره بخونیم. بعد من مخالفت کردم با این کار، گفتم که من کار دارم باید برم کارم انجام بدم، یعنی چی من ساعت کاریمه بیام زیارت عاشورا بخونم؟ شاید من اون روز از زیرش در رفتم، ولی این مسئله هی تکرار میشه، ممکنه اون روز برخورد بعدی هم با من انجام نشه، ولی بالاخره تاثیر جو میذاره، تاثیر خودشو میذاره. اینکه اصلا به این نکته من اشاره بکنم، توی روز توی اون به اصطلاح ارگان ما یه ساعتی رو داشتیم اسمش رو باید بذاریم شستشوی فکری، که 2-3 ساعت احکام یاد میدادن، 2-3 ساعت یه سمینار بزرگ میگرفتن همراه با نوشیدنی همراه با چیز در رابطه با احکام و مسائل به اصطلاح دینی صحبت میشد. حالا شما حساب کنید تو این جامعه دارید زندگی میکنید. میخوام به این اشاره بکنم که یه سری از هنرمندای ما تا بیان بفهمن که دارن چی کار میکنن یه چیزایی از دست میدن. خب ما اینو میدونیم که به اصطلاح حکومت یکی از هزینه‌هاش همین رسانه است و چقدر داره هزینه میکنه واسه اینکه افکار، حتی اگر من گذشتم، من مثلا میگه خب این گذشت، این اومد 88 شلوغ کرد، چه میدونم اومد تو خیابون اعتراض کرد، چشم و گوشش باز شد، من رو کودکای اینا کار میکنم، میاد قلاده‌های طلا رو درست میکنه و نگاه میکنه مثلا میبینیم چقدر مثلا بچه ها علاقه‌مندن نگاه بکنن. یه موقع از هنرمند تو اون جو قرار میگیره و اون کار انجام میده و دیگه زمانی برای جبرانش نداره و ناخودآگاه آلوده میشه. و اگه بخوام به نکته دیگه هم اشاره بکنم، این هنرمند برای
این بخش جامعه که روشن فکرن و دارن راجع به این مسائل صحبت میکنن یه هنرمند طرد شده است. از اون بخش اگر ما نگاه بکنیم، بذارید من اینجا باز یه مثال دیگه بزنم. شهرک سوم خرداد واقع در سئول مال نیرو انتظامیه، کارمنده نیرو انتظامی اونجا زندگی میکنن، عقیدتی سیاسی ها و مثلا نیرو انتظامی که همشون بلا استثنا شهرستانی بودن، همشون از شهرستان میوردنشون اونجا برای زندگی. و نکته قابل تأملش اینه که اون جای نقطه تهران که به اون گرونی بود و اونجا رو شهرک سازی کرده بودن، اینا خب همیشه میگن تولید ملی. جالبه که آسانسورای اونجا رو از گرونترین آسانسورایی که توی ایران بود، اوتیس کار نمیکرد اون موقع، اوتیس کار نمیکرد که اوتیس خریداری بشه برسته نیروی انتظامی، از گرونترین آسانسورا خریداری شده. چرا؟ مگه شما نمیگی تولید ملی؟ پس این خریدتون چیه دیگه؟ عرضم به حضورتون که انقدر این صحبت رو به هم ربط داره، من میخوام که وارد جزئیات نشم ولی دارم این دارم میگم. وقت دارم ادامهشم بگم یا خواهش میکنم؟ عرضم به حضورتون که میخواستم اشاره بکنم به این که یه بخش از زندگی رو من اونجا دیدم این شکلی بود که انگاری که اونا توی یه جامعه بسته زندگی میکردن تو اون شهرک، صرفا برای اینکه یه خونه بهشون دادن، باید ماهواره نداشته باشن، فقط شبکه های اینا رو نگاه بکنن، هیچ دسترسی به اجتماعی بیرون نداشتن و هر چیزی که شما نگاه میکردین اونجا ربط داشت به حرفای امام خمینی، ربط داشت به حرفای امام خامنه‌ای، ربط داشت به حرفای نمیدونم اماما. اجازه فکر کردن ندارن و این دسته هنرمندایی که من اشاره کردم دقیقا برای اونا هنرمندن، دقیقا برای اونا میشه گفتش که چهره برتر. خیلی پرحرفی کردم، ببخشید. مایک رو میبند. خیلی هم عالی، ممنون برای مشارکتتون. به نکات خوبی اشاره کردید. فقط من یه چیزی متوجه نشدم. کلیت حرفتون در مورد این بود که عوامل محیطی خیلی تأثیر دارن روی در واقع کاری که هنرمندا میخوان انجام بدن یا انتخاب مسیرش رو، در واقع درسته؟ یه جایی به روشن فکرها اشاره کردی، اونجا رو متوجه نشدم اینکه توی کدوم بخش قرار میگیرن این هنرمندایی که در واقع نمیخوان همسو بشن با دولت. من دوباره دسترسیتون رو باز میکنم بفهم. بله، عرضم به حضور انوارتون که مثلا اگه بخوایم فیلم قلاده‌های طلا رو مثال بزنیم، تا اون لحظه مثلا امین حیایی مثلا یه چهره مثبت هنری بود که همه پسند بود، ولی بعد از اون فیلم دیگه هنرمند به اصطلاح عمومی نبود، خصوصی شد، برای کسایی شدش که خب نظام رو دوست دارم. اشارم به این بود. آها، الان متوجه شدم. این که در واقع ژانر خود اون هنرمند دقیقاً تعیین میشه بعد از این اتفاقا. بله، بفرمایید خانم دژان. سپاسگزارم خانم دژان. من یه چیز دیگه یادم اومد، حالا آقای محمدپور صحبت کردم و اصلا فکرم رفت به اونجا سر همین، حالا میگن شستشوی مغزونه که بیدن که کابلنم درسته. یادم اومد که جشنواره قبلی که رفته بودن یه گروهی مثل آقای محمدزاده و خانم حسینی همسرشون و بقیه رفته بودن و خانم ترانه علی دوستی آره که رفته بود راجب آزادی که در ایران صحبت کرده بود که نداره. یادتونه چقدر خبرها اومد و چقدر از طرف نماینده های مجلس و از طرف دولت و اینا توبیخ شدن یا حالا فیلماشون توقیف شد و حتی حالا به قول خود آقای محمدزاده که ازش پرسیدن گفتن ممنون تصویر شدی، به خاطر که حالا همسرش رو بوسیده بود روی فرش قرمز، گفت هنوز چیزی رسما به هم اعلام نکردن، ولی خب این دیگه چیزی بود که رسانه‌ای شد. اما نکته جالبی که بود این سری چیز جشنواره ونیز که رفته بودن، آقای سیدی و بقیه صحبتی نکرده بودن راجع به این مسئله و من خبرش رو دیدم که چقدر از طرف حالا همین رسانه های وابسته به حکومت تقدیر و تشکر شدم و گفته بودن که ازشون سپاسگزاریم که سکوت کرده بودن.
و حرف نزده بودن. اینا خب نکات خیلی مهمیه. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم بهتون که چقدر هنر کلن برای دولت جمهوری اسلامی بی اهمیت و بی ارزشه، مگر در استفاده از اون برای ترویج ایدئولوژیشون به قول معروف خودنمایی. آره دیدم آقای کی هست، مال علم الخداست، مال مشهد اگه اشتباه نکنم، امروز من اتفاقا خبرش رو خوندم که نوشته بود که مشهد جای میراث فرهنگی و تفریگاه نیست. یعنی چی واقعا؟ مگه مشهد چه فرقی داره با بقیه یا مردم اون شهر چه فرقی دارن با بقیه مردم ایران که حق اینو ندارن که حالا تفریگاه داشته باشن و یا اینکه حالا از اون میراث فرهنگی که اگر اون امام رضایی هم که هست اون هم باز یه میراث فرهنگیه براشون، چطور برای اون ارزش قائلن و هر سال دارن هی برمت میکنن و پولایی که دارن واقعا خرجش میکنن و رسیدگی میکنن، اما جای دیگه نه اهمیت نداره چون مثلا مال یکی از پادشاهان مثلا گذشته ایران هستش. مرسی. بله. ممنون. مرسی. به نکته خوبی اشاره کردین. کلن اتفاقاتی که بر هنرمندان و آثار هنری و همه این شاخه های هنری توی ایران میفته، یه طرف اتفاقاتی که به طور خاص توی مشهد برای هیت هنرمندان و هنری میفته یه طرف دیگه است، چون اصلا دقیقا شخصی که خانم بیرجندی اشاره کردن این هست، این شخص هست که تصمیم میگیره چه اتفاقی توی مشهد بیفته و اتفاق خنده‌دار زیادی میفته. مثلا یادم موقعی که من خواستم کنکور شرکت کنم، کنکور هنر، دانشگاه مشهد رشته مجسمه سازی داشت که میتونستیم انتخاب کنیم بریم اونجا، ولی یک پاراگراف طولانی توضیح داده بود که متاسفانه کلاس‌های مربوط به این رشته در این شهر برگزار نمی‌شود و کلن بخش رشته مجسمه یه دانشگاه هنر مشهد رو منتقل کرده بودن به نیشابور. یعنی شما دانشجوی رشته مجسمه مشهد بودیم ولی محل تحصیلتون یه شهر دیگه بود، چون این فرع اجازه نداد به دلیل ترویج بت‌پرستی، یه همچین چیز خیلی عجیب و دور از ذهنی، ایشون اجازه نداده بودن که این رشته توی مشهد وجود داشته باشه. خیلی عجیب بود. و همطور که می‌دونیم مثلا کنسرت و این چیزا من تا جایی که یادم هست اجازه نداریم تو مشهد داشته باشن، تو شهرهای اطراف نهایتا اجازه دارن کنسرت برگزار کنن و نمایشگاه‌های خاصی مثلا توی مشهد چه می‌دونم، مثلا اگه نمایشگاه آثار نقاشی یه شخصی توی همه ی شهرهای دیگه ایران اجازه چیز داره، عمومیت داره، یعنی یه هنرمند نقاش میتونه آثارش رو به نمایش بذاره، تو مشهد بهش اجازه نمیدن، چون میگم اونجا اصلا از یه قانون خاص خودش رو پیروی میکنه که خیلی عجیب و ناراحت کننده است. و اتفاقی که اونجا برای هنرمندان میفته خیلی عجیبه. آمار خیلی زیادی از هنرمندان مشهدی داریم که از ایران خارج شدن، حالا یا مهاجرت کردن به شهر دیگه و اونجا زندگی میکنن. هم این موضوع، خب این همش هم عدم امنیت شغلیه و مهد هنرهای زیرزمینی مشهد، جالبه بدونیم. به خاطر همین به خاطر همین محدودیت‌های زیادی که ایجاد می‌کنن برای هنرمندها در مشهد، اونجا در واقع مهد هنرهای زیرزمینی اکثر راکستارهای ایرانی مشهدی هم، خیلی از شناخته شده هاشون مشهدی هم، چون میگم همین محدودیت هایی که ایجاد میکنه باعث شده که این متاسفانه اتفاقات بدی برای این دسته از هنرمندها توی اون منطقه خاص بیفته، حالا به دلایلی که به نظر خودشون شاید منطقی باشه ولی نیست، واقعا نیست. و همه اینها نقض حقوق هنرمندیه که همه عمرش، همه دغدغش، همه فکرش هنره. و جالب، من یه بار یه مصاحبه میدیدم از یک هنرمند که اتفاقا هم بازیگر بود، داشت میگفت من هیچ کار دیگه غیر از بازیگری بلد نیستم، من اگه امروز بهم بگم تو دیگه نمیتونی این شغل ادامه بدی، تنها کاری که بلدم رانندگیه و میتونم برم راننده آژانس بشم، هیچ کار دیگه بلد نیستم، من همه عمرم درس در مورد این رشته خوندم، کار توی این هیته کردم و هیچ کاری دیگه بلد نیستم.
و واقعا تکلیف این آدم های اینچنینی خیلی بلا تکلیفیه در واقع، نه تکلیفی خاصی ندارن، چون میگم یه دست هنرمنده هستن حالا به واسطه این که از خانواده های مرفه میان، هنر در واقع حاشیه ی زندگیشون هست، هیچ وقت به عنوان منبع درآمد اصلی بهش نگاه نمی کنن. خب اینا خیلی ما در واقع با عدم امنیت شغلی یا با آره مواجه نیستن، ولی اون دسته از هنرمندانی که تعدادشون هم خیلی زیاده که فقط هنرمندن و هنر منبع درآمدشون هست، متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستن که خب حالا همطور که هم در جریان هستیم مشکلات اقتصادی یکی از اصلی ترین عواملیه که امنیتش رو عدم در واقع امنیتش رو به وجود میاره. خب بعدم که محدودیت هایی که برای هنرمندان و نبود امکاناتی که برای هنرمندان در واقع توی ایران وجود داره. دوستان اگر که مورد دیگه نیست که بخواین اضافه کنید، من جمع بندی کنم جلسه در بحث آزاد و در واقع. خیلی هم عالی، بحث آزادمون در مورد حق امنیت شغلی بود که در واقع به صورت خاص در مورد هنرمندان صحبت کردیم. ممنون از دوستان که مشارکت کردن. در مورد اینکه چرا اصلا عدم امنیت شغلی وجود داره توی ایران صحبت کردیم و عوامل محیطی و نبود صندوق حمایت از هنرمندان، نبود آزادی بیان، نبود آزادی عقیده، نبود امکانات اشاره کردیم، به راهکارهایی که ارائه شد پرداختیم، اینکه یک هنرمند واقعا باید چه تصمیم بر ادامه زندگیش بگیره، هنر رو به بوسه بذاره کنار یک کار دیگه انجام بده یا نه، آن چیزی که میخواهد بگوید و در نهایت بیفته زندان و در ادامه زندگیش چه خواهد شد رو کسی نمیدونه و شاید عاقبت همه هنرمندان رو معترض بشه آپشن بکتاش که این خیلی ناراحت کننده است. امیدواریم روزی برسه که نقض حقوق هنرمندان رو نداشته باشیم در ایران. من ساعت 20:41 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو اعلام میکنم. ممنون از تک تک شما عزیزان که شرکت کردید، سخنرانی کردید و مشارکت داشتید. شب و روزتون بخیر.